این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک Your Trusted Bank برای شما تقدیم میگردد. بیخی مسلمان با اسلام تفاوت است. بیخی قرآن دیگر چیز میگه، مسلمان دیگر چیز میگه. با تمام مسلمان ها چلنج میتون، جهان اختار میتون. 50 سال دیگر جهان قدوت میشد. کسی که بادیگار داره خدا نداره سرمه سوسطی شد که میکروفون رو درشون زدم. لودا کس چه قسم مردم است؟ ما با لودا را بسیار دوست هم دارم که اگر در بنز بینید در یک روسی خوش آمدی میگه، تا که در بایسکل بیرید تام آمدید. پنج بنای انسانی رو براتون تشریح میکنیم. یک تعداد ملا صاحب هم هست که غریب مردن و اتاینا رو میخونه، معتبر مست تعکل هم میخونه. علت پسمانی مسلمان ها ایست که اینو قرآن نمیفهمن. منطقه ما ریاضی را ارسی از پدر هم گرفتیم. یک نفر کشتی قاتل هستی، ده نفر کشتی جانیستی، یک میلیون نفر کشتی چیستی؟ محترم هستی. قهرمان صاحب دلی آباد بسترم کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. این قسم زیاد مسلمان ساخته. موسیقی را بسیاری میگن که غذای روز. نه خیر، همیشه وطن روشن فکرایش فروخته، وطن همیشه دانشمندایش فروخته. ما صلاحیت ورزان هیچ وقت نداشتیم. کسانی که چند بچه داره همیشه جگرخون هستن، اما که هر قد دختر داشته باشه این جگرخون هستن. من قصدار ملت خود هستم. شورت نگردیم با شما رو دیوانه میگن. عبدالله ثواب داره کوتاه، اما خاک فروش محکوم است. که افغان ها دم تیاری امریکا را گرفتن که بیادر بیا که ساویت را بده باز بگروز این را گفتن افغان ها در تیاری خود را کشار کردن رفتن. نخیر، باز یک را شور هم انگی جور میکرد، یک را شور ترانگی جور میکرد، یک را جور میکرد، یکی دکلی دیگه میزرد. بلی مردم افغانستان در هر جای دین است، وطنتان است. مردم دنیا شما با تفنگ آمدین، مردم ما را کشتند. ما جو بایدن نمیشناسم. میگه همتی در کار دارد امتحان زندگی، از ناکام آن که عرض ناتوانی میکند. گپ جمع کرد. HM Production مجهز با کمره ها و وسایل بروز، فاگ ماشینز، فایرورکس، کرین، درون، دی جی، ویرایش سینمایی فیلم عروسی شما، فیلم و عکاسی قبل از محفل، پوشش محفل در شهرهای ساکرامنتو، سان دیگو، سان فرانسیسکو، لس آنجلس، لاس ویگاس و دیگر شهرها و ایالت‌های آمریکا. تیم خلاق ما با بیش از 15 سال تجربه کاری در خدمت شماست. خوشی و لبخند با HM Production. بله بله، سلام علیکم. سلام. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عمتانای عزیز، آرزو دارم که خوب و جور و صحتمند باشین و با برنامه گپ جمع گپ بسیار خوش آمدین. نام خدا. دو طرف دوستا سیاه پوشیدن. شما من فکر میکنم که اگان دو زنگ میزنین که تو هم سیاه پوش ما هم. تصادفی شده اینا، همیشه تصادفی میشه. باید من خدایی سیاه پوشیده با تنها فواد زرد پوشیده. ما دیگه از امی تخفیف بلک فرایدی استفاده کردم، یه نمیر خریدم دیگه، بسیار گرم است. ما که کلیرنس هم از تو رنگ چیزش خوب، کل چیزش خوبش هست، همی زیاد گرمیش مرا پشیمان کرده بکنم. بلک فرایدی دوستا یک روز است، ده یک سال یک روز است که قیمت ها تقریبا نیم میشه در بسیاری موارد، یا 30% یا 20% یا 40% پایین میاد قیمت ها. دیگه از خاطر یک تخفیف خاص است دیگه فواد استفاده کرد. اما حفیظ جانی که میگن نیم میشه قسم نیست، ولی میبینیم نمو قیمت میباشه و یک کم تفاوت دهش ایجاد میکنه. در بسیاری چیزای خرد ریزه نیم شاید شد، اما در چیزای کم پایین میاد. دیگه او بجان هم نیست، جایش خالی، جای سبز و یک مصروفیت داشت. امروز مارتن آمد دیگه، آمد در استودیو، آمد پس رفت، پس رفت در استودیو، آمد پس رفت. دیگه انشالله که در برنامه آینده خواهد بدک. مهمان بسیار عزیز و دوست داشتنی را داریم ما شما که تجارب 50 سال زندگی و تحقیق و تحصیل و علم و کمال و همه چیزی که خودش کسب کرده بر ما وعده داد که در این برنامه گپ جمع گپ همیشه شریک میکنم برای تمام دوستان. منتظرش باشین. مهمان بسیار عزیز ما آقای صدیق افغان هست که چند لحظه بعد، چند دقیقه بعد انشاءالله صحبت خواهد کردیم. حفیظ جان، امی روزمره در طول روز چی زیاد آزاردهنده است برای تو؟ سر فشار میاره، مثلا آزاردهنده نی فشار میاره سرت، مثلا سر خودم است که تایمم که از پیشم خاک دود میشه بس طلای هم اون بسیار سر فشار میاره. و دیگه مسئله این مسئولیت هایی که داره، مثلا درباره وظیفه است یا پیسه پیدا کردن است، من تو سر فشار به این میاره که میگم پسمان نشم.
شاید سر یک کس بله کرای خانه فشار بیاره، سر یک کس شاید مصارف ماهوار خانه فشار بیاره. سر دختر و زنه غیت نو فشار نیست، فقط فشار شانه نمیسته که چه وقت که ای پیران برایه، مچم که ای تو شوه، ای استایل چطور میشه؟ نخواد باشه. اینه فواد جان فرق میکنه از هر کس. من زیاد زیاد که زور میتهی میباشه که مثلا من یک در ماه گذشته برق پرداخته بودم، اما یک روز ازش ناف شده بود، پس دوباره برای من بل آمده بود و من او بل قبلی رو گم کرده بودم. یعنی آدم کم زور تشویش بل برق میکنه. تو تشویشات از زندگی هست که بل برق و بیخی چاکلیت هست. خداوند تشویشات رو با ما نشان نده، ولی نیمی فشارهایی که ما داریم نه، یعنی هدف ما پیش برد زندگی و پیسه و تایم و دقیقه ای هدف شما هیچ فشار بزرگ ندارین، فشار تو نرمال هست. نه از ما فشار زیاد است، مثل که بسیره جان گفتن همی صبح وقت که روزی که شفت صبح دارم دیگه از شب بیخی خواب نمیبره که من صبح باید وقت بیدار شوم دیگه و نمو میباشم زیادتر که یگان کار میداشته باشه. خب امسال سال کاست مثلا برام یک چیز نه پیدا شد، یاد فراموشی پیدا کردیم. آفرین. دیگه کلی سال برات دیگه می نقطه و مقطع زمانی برات چی پیدا شد؟ چیز نه متوجه شدی؟ خندت میگیره؟ اینال کاری که مثلا یاد فراموشی که آدم می داشته باشه به خاطر ازیه است که ذهن در چندین جای مصروف است. آفرین. شاید ذهنت خراب نشده باشه، اما اگه تو یک نشتهش کنی از یاد نمیره. مغزم بیچاره ایران میمونه که ده چیز چطور در مغز خود بسپاری نه؟ یکان دفعه نان چارشتا میخوری شو از یاد میره کسی پرده همه قسم است. من واقعا وقتی که تشویش داشته باشم مثلا فیزیکن خودم در کار هستم، ولی ذهن منجه نیست، عملا کار انجام دادم میره بازو بسار نقصم داره. یک نفر دگر همه تو چرت میبره، خدا میربان است. دوستا حمایت شما سابسکرایب چینل ما، کامنت، لایک و ویدیوی ما را شریک کردن با دیگر دوستایتان است، این کار را کنین. اگر نکردین سابسکرایب کنین و از انگولارم فشار بدیم که ویدیوهای نو ما بر شما برسه. مهمان ما منتظر است. سپاس از سالارهای عروسی تاون اند کانتری به خاطر تالار زیبایی که در اختیار ما گذاشتن. تاون اند کانتری، عروسی های مجلل. و نوبت رسید به مهمان ویژه ما دوستا. یک وقفه و بعدش دیگه قصه های بسیار زیاده که همون قسم گفتم 50 سال تجربه و تحقیق به این برنامه مفصل سرش صحبت میشه. پاپی بانک، بانک با خدمات عالی 5 ستاره و مسئول ترین بانک، بانکی که توسط امریکن بانکر و S&P گلوبل بهترین بانک شناخته شده. خدمات: باز کردن حسابات جاری و پسنداز، اجرای قرضه های کوچک و بزرگ در سراسر آمریکا، اجرای قرضه های تجارتی الی 100 میلیون دلار، نمایندگی ها در سراسر کالیفرنیا و شهرهای سان فرانسیسکو، ساکرامنتو، لاس آنجلس، اورنج کاونتی و سان دیگو. برای معلومات بیشتر به وبسایت www.poppy.bank مراجعه کنید. پاپی بانک، یور تراستد بانک. برای ساخت و نشر اعلان تجاریتان با ما به تماس شوید. بای دوستان عزیز، دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه گپ جمع گپ است. سپاس از پاپی بانک، یور تراستد بانک، به خاطر حمایت مالیشان از برنامه گپ جمع گپ. نمایندگی های این بانک در سراسر کالیفرنیا هست. به خاطر گرفتن معلومات و باز کردن حساب به وبسایتشان www.poppy.bank مراجعه کنین. و مهمان ویژه ما، مهمان ما دوستان متولد کابل است و 66 سال سن داره. مکتب را در مزار شریف آغاز و در لیسه عالی انصاری در کابل به اتمام رسانید. بعداً منحیس محصل اختصاصی در رشته ریاضیات پلی‌تکنیک درس خواند، ماستری و دکترای خود را در رشته ریاضیات گرفت. تجربه چندین سال تدریس علم ریاضیات را در مکاتب و پوهنتون‌های مختلف افغانستان دارد. صحبت‌ها و پیشگویی‌های وی بر اساس علم ریاضیات توجه همه را همیشه جلب کرده. بیش از 20 رئیس جمهور و دانشمندان متعدد را ملاقات کرده. در بیش از 70 کنفرانس بزرگ بین‌المللی اشتراک داشته. از همین خاطر نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به نام و کارکردهای آن جامعه علمی آشنا است. در مسابقات بین‌المللی ریاضی همیشه مقام اول را کسب کرده. در نتیجه کارکردهای علمیش چندین تن به دین اسلام مشرف شدند. بیشتر در مورد زندگی و دستاوردهایش قصه میکنیم. خوشبختانه که حالا هم از کشور ترکیه به گونه زنده با سیدی گپ جمع گپ وصل است. به افتخار رئیس مرکز ریاضی فلسفی جهان آقای صدیق افغان کف بزنید.
بله افغان صاحب، بسیار بسیار خوش آمدین به برنامه گپ جمع گپ. خوشحال هستیم که شما را در این برنامه داریم و همه بیننده ها منتظر شما بودن. بسم الله الرحمن الرحیم. خوش باشین. تشکر محمدی صاحب که از ما دعوت کردین. عرض ادب خدمت شما و از طریق شما خدمت تمام بیننده. دستاوردهای دارم، اگر یه حرفا را که بر مردم بدون اسناد بگوی باز میگن که با صدیق افغان نگام تا نشته میکنم با صدیق افغان لاف زدن. اگر چی لاف بهترین چیز هست، لاف میار سنجش شخصیت هاست. هر شخصیت نظر به لافش میشناسی یک بدن مثلا میشه میگه چندم شده، میگه پانزدهم شدم. بله پانزدهم شدم. شما اصلا ببینین پارچه که بیستم شده، پنج لاف میزده. هیچ وقت نمیگه من پنجم شدم. تلویزیون سیاه و سفید نداشت، رنگش لاف میزد. لاف کس میار سنجی شخصیت هاست. اگه یک آدم دو دفعهش میره میگه سه دفعهش رفته. یک آدم یک موتور $10,000 میخره میگه $15,000 خریدیم. فطرتا انسان ها یک چیز را گزافگویی میکنن. فضل خدا از من تمامش در نوارا ثبت شده. ما نمیخواییم سر خود گپ دیم، میخواییم که بعد مردم یه افتخارات در این مردم بکش. پارچه را که اول بدی بعد هم سینفیاید میی خانه دو منزله شد، بعد یک کوچگیاید میی خانه مادر مقبول شد، بعد از در کاکاید میی از اون کده بچهش مقبول است. یعنی پیشی گرفتن در جامعه ما گناست، در جامعه افغانستان، در جامعه جهانی. و مردم افغانستان هیچ وقت متهم نمیکنم، مردم افغانستان قلم است. من مگسای شوربازا را به عقاب شرق غرب تبدیل نمیکنم. همیشه انتقاد کردن سر دولت ها، نهایتا مرا بندی کردن، نهایتا یک چند تا کیبل زدن. من سنگ هموطن برای من محترم است، نظر به گل بیگانه ها. افغان صاحب، هموطنان و عزیزا در آغاز میخواین که از شما بشنون درباره دوره شیرین مکتب. شما دیگه نام خود یک شاگرد لایق هم بودین و شوق علاقه شما بر ریاضیات که بسیار بخش مهم از زندگیتون هم هست فعلا، شاگرد آرام بودین، شوخ بودین، چگونه بود؟ سینفیای آدم شاهد آدم است، استاد آدم شاهد آدم است. منتها ما ریاضی را ارسی از پدرم گرفتیم. بابی من ترانسپور داشت، نمرات موتورایش رو تالی یادم است. نگه من عداد ضرب زبانی را دیدم که چرا دو جمع دو چار است، چرا دو ضرب دو چار است. سوالی که می کردم چرا جمعش هم چار است، ضربش هم چار است. یک قدم پیشتر که رفتم دیدم که یک جمع دو جمع سه شش میشه، یک ضرب دو ضرب سه هم شش است. در مکتب سلطان قاسین مزار شریف ترانسپورت ما بود، سنف اول دو سه را نخوندم، سنف چهار شامل شدم. نقطه مهم است که من ضرب زبانی کسری را وقت کار کرده بودم. مثلا چهار نیم ضرب پنج نیم چند میشه، سه و نیم ضرب سه و نیم چند میشه. این کار میکردم. بالاخره دیگه مکتب مزار شریف ابتدای را خلاص کردم. پدرم شان آمدن کابل، دیگه باز از دیسه انصاری کابل فارغ شدم. اگرچه من چهار سال یک سنف یازده را خواندیم، میره باید از بگویم چرا چهار سال یک سنف یازده را خواندیم. به خاطر اینکه این فرمول جذر مکعب کشف کردم. هر روز میرفتم وزارت معارف، مرکز ساینس، پیش پانسپ کاکر جنتا جایی باشه، پیش استادا میرفتم. باز یا ردش میکردن یا ردش میکردن، ردش می. وقتی سوال حل کردم در یک ثانیه برای من گفتن تو جادوگر هستی. بالاخره مرا بردن دلیاباد، بسترم کردن و تاپی دیوانگی را زدن. دیوانه از اون روزنامه نشست که با کمپیوتر مسابقه انجام دادم، عمر رو دیوانه گفتم به علی آباد روان کردن، بندی خانه به جای بورس تحصیلی. عاشق بودم دیگه. عاشق چی؟ عاشق هم عداد بودم که مگست که در سر پنیر بشینه به هر لسان بگی، در هر لسان انگلیسی و روسی فرانسوی بگی که برای اصر مگست در سر پنیر چرشتی، به هر لسان بگی مگست نمیفهم. وقتی که دست داره بالا کنین فاصله را فامیده پریده. پس ریاضی فهمیده، طفل که طفل هست میفهمه، اما چیز ریاضی میفهمه. پس ریاضی میگن زبان طبیعت است، من میگم نه، خیلی روح طبیعت است. خلاصه من بچه لایق نبودم. افغان صاحب، هموطنان ما میخواین که در مورد فامیل بدانن که تعداد فامیل چند نفر هستن و اونا تا کدام درجه تحصیلات دارن. خواهر بزرگوار تشکر، خوب سوال کردین. سلامت باشه. همیشه خواهرها که هستن متوجه فامیل هستن. دین اسلام به خاطر نجات خواهرها به وجود آمد. دین اسلام به خاطر نجات دختراست که دخترها را زنده به گور میکنن. خواهرها میگه ناقص عقل است، در حالی که هیچ وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفته که نوزن بلا بلا تشبیه مادر ما بیعقل، ما بیعقل زاده استم. یو خدیجه کبرا بیعقل است نگفته، در حالی که زنان را گفته که از چوکات انسانیت خارج شده، اولاد خود صحیح تربیت نکرده. او زنان را گفته، کل زنان را گفته. و قرآن کریم مستحق عزیز که بگه خوارا یعنی طبقه اوناست و شارتر از مرداست. مرد از خاک آفریده شده، زن از خاک آفریده نشده. چون همیشه میگن چون زن از خاک به خاطر آفریده نشده که درخت از خاک آفریده شده، میوهش از درخت. بی بی هوا سلام الله علیها، بی بی هوا
ردالان ها نیوه باب آدم است. نیوه چند خصوصیات داره؟ سه خصوصیات داره. اول خصوصیات شیرین است و می خاطر مادر شیرین است، دختر شیرین است، خواهر شیرین است، طبقه اونا کل شیرین است. این میوه بی پوست نیست، زن با حجاب تولد شده، محجوبه است، یعنی در داخل خود یا غرور داره، طبقه اونا یک نوع غرور داره. و سیومش در داخلش تخم است، تخم است، توجه بشه، تخم، تخم به ادامه نسلش است. یعنی پروسه که یک طفل در بدن مادر نباشه، حیثیت جنت داره و میخواد در راس جنت مادران باشه، خواهر بزرگوار و میخواد در راس جنت شماستین. لحاظا من بسیار خوشبخت هستم، یک بچه دو دختر دارم و از خداوند همین رو خواسته بودم. یک بچه بیتی من خداوند دو دختر اما تو خداوند دار چون گفتم اگر دو تا بچه بیتی هر روز مدی صفحه چام یا جنگ میکنم ما چار به بابا بوده من رو جنگ میکنیم با وین در جنگال بود مادرم در جنگال بود اگر کسانی که من رو میشنوه امروز کسانی که چند بچه داره همیشه جگرخون هستن اما که هر قد دختر داشته باشه این جگرخون هستن چون در خانه دخترت که میری بسیار باعزت میری در خانه بچهت که میری یا رقم کی آمد خسرم آمد خوشیم آمد اما در خانه دخترت که میری پدر جانم آمد مادر جانم آمد. افغان صاحب شما تحقیقات بسیار عالی داشتین و پیشگویی های بسیار عالی داشتین و یکی از سوالاتی که هموطنان ما داره پسمانی مسلمان ها در بعض موارد در چی است؟ علت پسمانی مسلمان ها ایست که اینو قرآن نمی فهمن. خداوند قدر دینار دوست داره قدر دینار دوست داره قدر دینار داره که عاشق دنیاست. تکان میتم تمام جهان اسلام تکان میتم. اینقدر عاشق دینیاست که آدم برای معشوقه خودم بهترین توفیه خودم میتن. بهترین توفیه خداوند قرآن کریم است. قرآن کریم دایی دینا شرف نزول میکنن که فت دینیا را سنتان کنین فل آخرت سنتان. 115 بر کلمه دینا در قرآن کریم بود 115 بر کلمه آخرت. اگر تا که دینا را آسان جور نکنی آخرت آسان نمیشه. تا که قشت نکنی درو نمیشه. تا که وضو نکنی نماز تو مشروع نیست. سعی کنین پنج بنای انسانی را براتون تشریح میکنم. دو دقیقه یا سه دقیقه جات دارم. پنج بنای انسانی. بله. اول ما را بر خلافت خلق کرده. تمام علما میگه ما را بر عبادت خلق کرده. نخیر. بر خلافت خلق کرده. چون اگه عبادت شرط می بود ملائکه گفت من عبادت میکنم. پروردگار گفت چیزی که من میفهمم شما نمیفهمید. اول بر خلافت خلق ما کرده. دوم بر معرفت خلق ما کرده. فلسفه وجودی خلقت ما با چیست؟ یعنی خدای خود بشناسیم. از اون کمره میترسن دوزی نمیکنن این مغازه. از کمره نباشن دوزی میکنن. از کمره پروردگار نمیترسن. امروز میکروب توسط اینترنت بولیتوکش میکنن بولیتوک میکنن مولد امریکا میکروب دست من میبینن. اینا 14 قرن پیش گفتن. من روز سر قرآن مردم صحبت میکنن. قرآن یک کتاب نه تنها کتاب دینیست. 8% از تنها کتاب دینیست که 500 آیت میشه. 92% قرآن کریم کتاب علم است. کسی که خدا داره تشویش نداره. کسی که تشویش داره بادیگارد. کسی که تشویش داره خدا نداره. کسی خدا داره چون تشویش داشته باشی کی را میشناسی؟ من جو بایدن را میشناسم. تشویش نداری دیگه. وقتی جو بایدن وقتی خدا را میشناسی که تو پس ایران نمیشناسن به غیر الله تکه کردن به غیر الله تکه کردن. یک وقت در خیمه لو جرگه گفتم کسی خدا داره بادیگارد نداره. کسی که بادیگارد داره خدا نداره. سرمه سوسطی شد که میکروفون رو دمیشون زدم بسیار مشهور از گفت من بود. سیومش برای آبادی زمین خلق ما کرده. سوره 11:61 برای ساله پیغمبر میگه تو را از زمین آفریدم برای آبادی زمین. چهارمش برای بندگی خلق ما کرده. ما برای که بنده خدا هستیم بند به تمام مخلوقاتش هستیم. با اکسیژنش بند هستیم. کرونا ویروس رو فهمیدیم. با آبش بند هستیم. با آسمانش بند هستیم. با زمینش بند هستیم. با محیطش بند هستیم، با یکی دیگر بند هستیم، با لباس بند هستیم. اگر کد خودش کار کنیم کار نمیکنه. فرعون ها را کار کرده گفتن ما فرعون ها خود دعای خود کرده خداوند جزا نوازشه برش وقت داده. اما مرد هستی کاک هستی برادر عزیز تو که سر اسلام انتقاد میکنی یک پنج دقیقه کد اکسیژنش کار کن یک دو روز کد آبش کار کن یک ماه کد کمرای آفتابش کار کن. پنجمش بر عبادت. چرا عبادت پروردگارا چرا عبادت؟ خودت خود بی نیاز هستی خودت خود نیاز نداری. من نماز شب خواندم به خاطر موتر از 7 کیلومتر میخوری سرویس میکنی که دسالنگ نمانه. تو دندانای تو که بی دندان هستی تو خود نمیفهمی. هر کی دقت دندان خود میشه از برکت پیغمبر صلی الله علیه و آله میشه. بنیانگذار دندان شتگی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله مسواک دندان خود میشتن. بله فلاوز 5 اول برای خلافت، دوم برای معرفت، سوم برای آبادی زمین، چهارم برای بندگی، پنجم برادر. سه نقطه دیگه علت پسمانی مسلمان یکونین دقیقه دیگه در برنگه. یک مسلمان ها میگه که روزی رسان ما پروردگار هست. بله پروردگار ها میگه بله مگم به شرط روزی میتونم. نگم من بابای تا در جنت روزی نوادم. بابای تا که سرش کار شدم اتا لباس هایش گرفتم روی جزا
و از جنت هم کشیده میشه، چون ما را برای جنت جور نکده، ما را فل ارض خلیفه جور کرده. ما خلیفه هستیم در کره زمین، ما خلیفه خداوند در کره زمین هستیم. مسلمان ها مریض است، مواد خام میشه غرب میگیره، یورانا میشه غرب میگیره، طلایش غرب میگیره، پختش غرب میگیره، تمام مواد خام میشه غرب میگیره، با ده چند سرش سودا میکنه. این مسلمان ها میگه سعی کرد میگه خداوند از آسمان نپرد، عقل داده تا از عقل کار نگرفتی. یک دو میگه خداوند نگاهبان ما خداوند است. خداوند میگه به شرط نگاهت میکنم، یعنی به شرط روزیت میدم، نه شرط کار پولی. و همچنین نگاهتون به شرط میکنم، میگه من پیغمبر را کردم تو کیستی که سیدی که اون متر نگاه کنم، من پیغمبر را کردم تو کیستی که مردم افغانستان تو نگاه کنم. شما خب به غیر الله تکیه کردین، شما خب به امریکا تکیه کردین، شما که امریکا نبره، امریکا نه روز گیرون، امریکا نبره، هر روز مردم افغانستان ما خیمه میزدم میگفتن امریکا نبره. دیدن و یک تعداد وقت به اروسا تکیه کرده بودن، یک تعداد وقت به اجانب تکیه کرده بودن، بله دولت به انگلیسا تکیه کرده بودن. دو آیت سعی کنید، دو پیغمبر دو نوا برخورد پروردگار نکنه، بلکه دو پیغمبر با خدا دو نوا برخورد کنه. او که به درخت سپرد عرش شد، او که به خود سپرد آتش نگاه کرد، تا که پایشکل آدم به دکاندار تحسین نکنه، دکاندار نگاهش نکنه. نگه میگه پایشکل بود، ما مسجد رفتم، با ما چی؟ این پایشکل که من بگیم میرم مسجد نگاهش نکنه، تا که تو تحسین نکنی نگاهت نمیکنه. سیانش مسلمان ها میگن که مسلمان ها اسلام نه، اسلام و مسلمان ها دو پدیده متضاد است. اسلام سفید، مسلمان ها سیاه. بعد از حادثه کربلا بیخی مسلمان با اسلام تفاوت است، بیخی قرآن دیگر چیز میگه، مسلمان ها دیگر چیز میگه. با تمام مسلمان ها چلنج میتونم، با تمام مسلمان ها چلنج میتونم. دیگهش میگه در کار خداوند غرض نگی، اما تو میگه در منبر، خداوند برعکس میگه، میگه در کارم غلط بگی، در خلقتم چرا نگو، نگو فلانا جا چرا سیل برد، نگو فلانی وقت مردنش ده بود، یعنی خدا نمیفهم، تو میفهمی؟ اما تو در کارم غلط بگی، مادرت هم مریض میسازم دوا بده جور شوه، در خانه مادرت به لباس تولد کردم لباس جور کو برد، زمستان یخ برد بخاری بشن، کو داده بشکاف، دریار پخش انداخته بند پر تو. اما ما در کار تو غرض ندارم. سعی کنید پروردگار میگه ما در کار غرض، وقتی دوزی میکنی پروردگار میگه ما غرض ندارم. مگه قرآن وقایه کرده کش کنید باز پولیس گیرت نکنه که باز ارچک میپرده تا وقایه کرده. نال صاحب کائنات پروردگار دریور کائنات ماستیم، ما فلرد خلیفه هستیم، ما باد از خداست جلال شون هستیم، ملائکا جبرئیل تمام ملائکا به خدمت ماست. ما از اسرائیل نمیترسم، از اسرائیل نمیترسم، چون شاروالی است، شاروالی چه کسافت ها را سنه پرتد تا که یا وظیفه خود انجام بده. پیغمبر وظیفه خود انجام داده تا که ما خراب نشم، خدا من خراب نمیکنه، تا که تای پنچر نشد تبدیلش نمیکنه. استاد قبل از اینکه برنامه شروع شد ما امرای فواد جان یکمه که بس کده بودیم در مورد میریازی و اینا دیگه، شما هم زیاد تدریس کردین. استاد اگر بگوین که شاگردای لایق شما دخترها بودن یا بچه ها از نگاه علم ریاضی؟ دخترها خب بسیار دقیق مردم هستن، مردها قدر دقیق نیست. دخترها رنگ ها را تشخیص میکنن، مردها که رنگ ها را تشخیص میکنن، وقتی رنگ ها را نفهمند که آی که از برگستان کجا دیمتی. دخترها در همه چیز لایق هستن. بدبختانه ما چیزهایی که در عنانات ما رو در دین داخل کردیم، دین ما همیشه زنها را شارتر معرفی کرده. من پیشتر گفتم که ملکه سبا بلقیس اگه او شار نمی بود، آی که مغز بلند نمی بود، با سلمان پیغور جنگ میکرد. در افغانستان، در رس افغانستان زن می بود، جنگ ها ختم می شد. مثلا یک مرد هست که جنگ میکنه، زن های جنگ ندارن. به خاطر زن ها دیشار منظم مردم است. مرد کسی است که حرفای زن خود باید هست بشنود در امورات خانه. البته در خانه باید هست زن سطر زن باشه، در بیرون مرد. و میخواد اگه یکی در امورات دیگه داخل نکنن بسیار خوب است. واقعا زن ها و شار چون بالاتر هستن. افغان صاحب شما همیشه جدی هستین یا شوخ هستین مثلا در بین فامیل و دوستان؟ ما اطلاعات که ما سه چهره دارم. کل انسان ها یک رنگ هستن، ما سه رنگ هستم. ما سه رنگ هستم، بایدقه باری سه رنگ هستم. بایدقه یک طرف سیاس، یک طرف سفید. ما سه رنگ هستم. یک رنگ هم سیاس، اما تو خطرناک سیاس که تو خطرناک. یک دفعه دیدن قارم هست. یک قدر سفید هستم که از من کده که سفید هست. یک از بزرگان گفت شما چه رنگ؟ گفت یک رنگ هستید. شما که بی وجدان و با وجدان یک رنگ هستید. شما که دوز و آدم به فار یک رنگ هستید. مگه من سه رنگ، من معلم هستم که بچه لایق یک رنگ هستم، که بچه نالایق دیگر رنگ هستم، که بچه مشروط دیگر رنگ. به این خاطر که آدم های شریف از بکر آدم شریف کرد دست شما چه کمیشه دیگه باشه دست مردم رو ماش میکنم، دست شما رو میبوسم، دست مردم رو ماش میکنم. یکم طرف میذارم دانش کی داد دانش خود میذارم از خود که بالا باشه،
او وارد است مقامات هستند، مقامات دولتی است، یعنی از خود که پاونت شد میبرسون. استاد اگر در طبقه بندی آی کیو مغز انسان ها صحبت کنین و انسان های غیر نرمال. بله. سعی کنین انسان ها را ما از نگاه یک تخم فکر میکنیم. اکثرت انسان ها آی کیو مغزش 100 است. 100 است. نرمال است. 100 نرمال. نرمال. 100 هوشیار است. 90 ساده است. 90 ساده. اگر ساده است. بله. 120 باشه. ممتاز است. 80 یعنی ناکام است. کلمه خراب داده شو نگوید نگی خود به ناکام است. ناکام است. آه. 70 لوداس. 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 70. ما با لودا را بسیار دوست هم دارم. لودا کس چه قسم مردم است؟ یعنی یک مردم هست که تام راست میگی تام راست میگیست. نظر نداره. 130 کس تیز هوش است. تیز هوش. ممتاز ها تیز هوش ها. 130 است. از 140 الی 170 نابغه است. آه. از 60 با طرف مینیمم میره تا 30 کودن است. یه 30 پاهم شده نمیتونه. این اگر پاهم شده مغز خشک میشه. از 170 بالا شده میتونه انفجار میکنه. این حال کودن ها و نابغه اردوش یک وجود داره. یوم در اقلت قرار میگیره یوم در اقلت قرار میگیره. قرار میگیره. ابتکاری است، این منگ است. این نمیفهمه که من دیوانه هستم. اما این میفهمه که من دیوانه هستم. وقتی که فهمید که من دیوانه هستم کارهای من دیوانگی است. او علامه نو بگوشتن چون اصلا دانش مردم بالا حرف میزنن. جوان هم خوش دارین که سیدی قوخان وری باشین. نه نه شورت نگردیم با شما رو دیوانه میگن. نه جمعه میخواییم برای تمام جوان افغانستان و جوان جوان بگوید. وقتی شب در جای خلق کمی افتیدیم یک کار کنیم. بله. امروز ما چی کار منفی کردیم که تکرارش نکنم؟ بله. چی کار مثبت کردیم که او رو تکرار کنیم؟ یکی معروف است یکی مشهور. سه جمله سه کنیم. یکی مشهور است. مشهور است. میبینید دوزا مشهور است. نه؟ بله. وطن فروش ها مشهور است. قاتل جبار قاتل ها مشهور است. اطلاع ها مشهور است. نه؟ یکی محبوب است. یکی معروف. محبوب انبیاست. اولیاست. شخصیت هایی که بر جامعه خود مؤثر واقع میشه. و معروف که از کسی که از نزدیک معرفه داره. این حال من از ده نفر یک نفر امروش معرفه دارم. من نمیگم من محبوب هستم و نمیگم مشهور هستم. اما من معروف هستم. معروفت من چکه یعنی هر انسان نظر به انسانیت چطرا میکنم. نه به نظر به چوکیش. یعنی اگر در افغانستان که در سر خر میدی خرکار میکنم در سر عز میدی خان سوی. اگر یعنی قیمت انسان خراست این میکنه. یعنی گپ آخری نمید که اگر در بنز بری در یک آروسی خوش آمدی میگه تا که در بایسکل بری تام آمدی و میبینید جامعه رو توسط شخص انسان سعی کنید خود انسان توسط انسانیتش احترام کن نه توسط مقامش این رو میگه معروف معرفت پیدا میکنی با من افغان صاحب شما بدل خود ازدواج کردین یا بدل فامیل من نمیخواستم ازدواج کنم بخاطر اینکه من خودم میفهمم که غرق هستم اگر من درک نکنم نواقص خوده ما واقعا کسی که دیوانه میگه واقعا دیوانه است ما غرق کارم هستم غرق ادام هستم مادرم گفت تحصیل خلاص کردی بیا بچه بگی من گفتم که خیلی من چند شرط دارم نبینم شد گفت چه گفتم بیا اعداد شد در فرمول اعداد میبینم شد وقتی اعداد گفتم این فامیل سر میخوره بالاخره مادرم رفت چشم آمچم پنج ماه قرفت و قرفت که مردم قسقی مردم بودن رفتن 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 بالاخره تحقیق و تحقیق یکی گفت که دیوانه است یکی گفت پیر است یکی گفت که تو یکی بگی یکی بگی بسیار عناوین مختلف عناوین مختلف بالاخره مردم تحصیل کرده بودن مردم دانشمندا بودن دکترها بودن مردم بسیار بزرگ واقعا همو روزی که ما چلا بدل کردم در روز چلا بدل کردم یکی دیگر دیدم تقدیر سپردن تقدیر خوشبختانه انسان دیناستم استاد چرا دانشمندان در افغانستان بیشتر از جایگاه خوب برخوردار نبودن؟ بله. حتی شما هم تجربات خیلی تلخ را در افغانستان سپری کردین که بعضی از تحقیقاتی را که انجام دادین متاسفانه شما را دیوانه هم خطاب کردن اگر دیوانه هم گفتن راست هم گفتن دیوانه را بیره خود راست گفتن بله. بخاطر راست گفتن کدام تا اوشار تانگ امریکایی را میگره کدام تا اوشار در مقابل نظام ها میخیزه کدام تا اوشار صبحی وقت میخیزه مکتب میایه شیشای صنف خود پاک میکنه صبح صنف خود پاک میکردم وقتی میدی از کلی که وقت آمدیم ساعت تا گرفتیم هوای درخت های مکتب خود او میدادم وقتی شاگرد ها میامدن میفتن این دیوانه را سیکو کاغذ های مکتب را جمع میکردم این دیوانه را سیکو این حال پیشی گرفتن در جامعه او را دیوانه میکرد در مابین امام با لباس داخل شدن گناه است
یعنی در موبایل همان بال باز و داخچه و دیوانه میگنه تا بله؟ بله در جامعه کلگی به عکس او حرکت کنه تو خلاف جامعه حرکت کنی تو را دیوانه میگنی عقل شارد بله بله اگر سنگباران هم نکردم بله سنگباران هم نکردم دیوانه گفتن من حالا من دیوانگی خود افتخار میکنم به خاطر اینکه کدام تو اوشار کدام تو اوشار اوشارا همیشه برای غرب شرق سر خود خم کردن دست خارجی ها را ماش کردن من میخواد در تابوت کمونیسم در زبانش کوبیدم در مقابل همه بر قدرت ها سیاه شدم مردم افغانستان عقب نگاه داشتن بله. در یک ولایت یک لیسه داشته مثلا در یک ولایت ما یک لیسه در ایرات یک لیسه در قندار یک لیسه در مزار یک لیسه با سوادای ما بسوادای ما خوب مردم هستن یک عسکر بسواد وقتی من در کار میکردم مرد هیچ وقت تمیز نکرد اما دانشمندی که او دانشمند بوده مرد نشته کرده همیشه انجینرهای ما دانشمندهای ما پروفیسورهای ما همیشه خیانت کردم نه آدم بسواد ما انجینر ما فهمیده که چه قسم سیخ گوله دوزی کنم چه قسم قیده بزنم اما او بیچاره کارگر ما چی کرده کارگر ما در کجا دوزی کرده کارگر ما نیتن یک پنج دقیقه در وضوی خود تال داده اما همیشه وطن روشن فکرایش فروخته وطن همیشه دانشمندایش فروخته همیشه دانشمندایش بر همیشه اکادمیونو به افغانستان مرا رتبه نهاده همیشه مرا فرانسو کوکان بر دالی آباد بسر کرده همیشه مرا دانشمندا تحقیر تامین کرده نه مرا مسلکایم چون خود ژورنالیست هستی ژورنالیست ها تو را بد نگه چون زیادتر از یک لک نفر تو چی داری؟ رفیق داری؟ تو را بشتا در بزار کوتاه چرا آقای محمدی یک آدم مشهور شده؟ تو را مردم تحقیر میکنه دانشمند بعد میبینه دکاندار بعد میبینه ما بعد میبینیم مثلا یک دختر بسیار با شخصیت در یک گروسی بود بسیار مقبول طلا داره باز گوشکانی شروع میشه یک بچه مقبول طلا شخصیت میکنه در جامعه ما غیر ما شما بدون یک فکایی ختم میکنم یک فکایی گم سوال تر میکنم چی علوایی بود قصد نصد خودی نه قصه کردن ما قصه کردن گیره قصه میکنیم ما همیشه قصه کردن گیره قصه میکنیم مشتا سیدی قوان نه قصد ششتی نه و آدم یک دونه موتر جور کرد از هیچ یکی سر عقبش تفسره کرد یکی در ایش تفسره کرد از هیچ یکی جور کرد بله. خانش ها بود بله. ولی در افغانستان فکر ارزش نمیتن چون در افغانستان کلگی نابغه است در افغانستان کلگی نابغه است من صد پیسه ثابت میزون در افغانستان کلگی نابغه است تنز نیست این قدر مردم افغانستان آیکوی مغزش بلند است که نابغه است وقت نبوغ خود قسم میگیریم تیل کده او قسم گرد میکنیم خریدار سرمانه خواهد نبوغ خود به بربادی یکی دیگه استفاده میکنیم به تبایی یکی دیگه استفاده میکنیم به تخریب یکی دیگه آدم در امریکا هستید یک آدم در اروپا هستید صاحب یک موتر شد بازه پشت کنیم میشه قاچاق میکنه وقت تخریب میشه آدم وقتی تخریب من تخریب میشه من دور کندما شکرانه میخوره من یک بار دیدم تخریب میشه شورگزار که تخریب نمیکنه من 50 سال تخریب میکنه من خوش میشم چون اگه من نال ما مطرح نمیشدم باز در کنفرانس های بین المللی باز کی تخریب میکرده بله حتما کسی هست در شوربازار که تخریب نمیکنه شو همیشه بمب در وزیر برخان میمونه ما کسی هست چرا برادر ما که تخریب نمیکنه غیر اون 4 تا دکاندار تخریبش میکنه خود 4 تا امو اصلکاش تخریبش میکنه معلومه ما اصلا اون نرمن و نرمن تخریب هر روز میبینیم در تیک تاک اون نرمن و نرمن در بعد میگه او بده نرمن چرا هم اصلا که تفاید میکنیم اما اصلا که تزد کو ما هم اصلکای خود توین میکنیم تحقیر میکنیم بعد بختان مردم در مریخ رفته من از ما شما در قیش ها کجا بسته استاد با اطفال خود چیگونه برخورد داشته باشیم تا تربیت سالم داشته باشند و نام خدا در هر خانه افغان مسئله مو یک درجن است از خودتون یک دون از دیگه خوب سوال است ما یک گام وقت چلنج میتم هر بله. نو طفل را که شما در جام چلنج میتم گریان کنه مادرش آرام ساختره ده مایور آرام میسوزم ما در ریلا و در هر جای در جای کرافت کل گیران میمونه چرا خود انسان پیش از تولد در قالو بلا انسان بزرگ بوده بله. انسان ها در داخل یک چوکات فیزیکی خرد میباشند بر ازو شخصیت قائل شو بر طفل شخصیت قائل شو طفل دانه بگو زیاد گپ دیه همیشه میگم طفل چوب باش چرا حرف زیاد دیه وقتی که حرف زیاد میزنه حرفای خرابش چی میشه چغل شده میره گفته الک میشه گفته وطنه که بگو الک میشه اگر حرف نزنه همیشه اشتباهاتش کرده میباشه یک بانین که شوق باشه نگوی که بسیار شوق باشه وقت بخودی که گفته جنس برخورد است روان بزرگ چیزایی که طفل میگه پدر مادر رو جمع دادن میتونه من میخواد من مال مشاورد نواسیم است من به ذات کامپیوتر از یاد گرفتم شخصیت بتش اما در یک چوکات در یک نترسانش ما شما دروغ بر اولاد خود اولین بار دروغ بر اولاد خود ما یاد بدیم اولین بار راست گپ دیگه هیچ وقت طفل نگو بچه طب بخون هیچ وقت طفل نگو حقوق بخون انتخاب طفلتانه
بچه تان شاگرد تان از دیگه تعلیم تربیت پیداگوژی نتین بخاطر اینکه شما در مابین یک سطل شما یک بیلر پرده او زرکت نداره و که مغزو بلندید او علاقه داره به این نشته اما بانین که اولادتان خودش انتخاب کنه رشته خودن. استاد اگر کوتاه در مورد والدین بگوین که دید شما در مورد پدر و مادر چه هست؟ قربان اسلام شام، قربان اسلام شام، قربان دین اسلام شام. بله. امروز دین اسلام ما را مکلف ساخته که پدر و مادر تا بسیار عزت بده. بعد وقتان در غرب امروز پدر و مادر خود عزت نمیتن. نه حالا تا یک روز پدر و مادر میشی. بله. شما کشت میکنین درو میکنین هر کاری که شما که پدر مادر زون کنین این گپ شما میبینه باید پدر مادر تون عزت کنین که هم خدا عزت تون کنه هم وجدان تون آرام باشه هم وظیفه تون است که وقتی که دود تون بزرگ ساخته تو خو نکده با چقدر مشکل تون تربیه کده پدر مادر تون دوست داشته تو انسان نیستی کل است از شما کنید فرق خورد میشم تو سر بگیم سر بگیم ایوانات کس که پدر مادر خود دیزت نمیکنه انسان ها پدر مادر خود بیزد میکنه از ایوان بتر است. استاد کدام دانشمند دوست دارین؟ یک قدم سعی کنین یک قلم کنه کده باشه پیش ما محترم است او ها که دو دال تفنگ کنه میکنم باز کلی شاید رفیق میشدن ما تفنگ و دست ها من خواهد قلم یک دونه قلم کنه کده باشه من اوکرش هستم دانشمند خوبانده بله چون قلم تفنگ کنه کده یا رفیق ها شده نه افغانستان چور کده نه طول دنیا را تکه تکه کده نه دنیا را تکه تفنگ بردست ها رفیق شدن با چه را زدی یکی دیگه باشد کسی یک قلم کنه کده چون نورمان قلم گفته یک قلم کنه کده شما نوکرش هستم دانشمند خوبان افغان صاحب از اثر تحقیقات علمی و کارکردهای عملی شما بعضی ویدیوها را ما دیدیم که چندین تن مسلمان شدن اگر کوتاه بگین که چطور چی گفتین برشان و کدام سوالا را مشخصا داشتن که بالاخره به دین اسلام مشرف شدن قرآن کریم در سه لسان آمده بله در سه لسان اینا تنها در لسان عربی تحقیقات انجام دادن بله کائنات نبود قرآن کریم بود خداوند بود هیچ عربی هم نبود قرآن کریم خود در لوح محفوظ خود در زبان عربی خود نبوده بله قرآن کریم در زبان حکمت اعجاز و اعداد بوده اعداد بوده بله توسط ریاضی ثابت ساخته و میخواد ما در زبان اعداد برای جهان تشریح کرد مثلا قرآن کریم ما فضل داره چیک ما داره در 14 سوره سجده تلاوت است در سوره 8 2 سجده است 30 جزء داره قرآن کریم چیک ما داره که وقتی سیرا ببینیم زمین ما در 30 کیلومتر در گرد آفتاب حرکت میکنه از 1 تا 30 تا 465 میشه و چیک ما داره قرآن کریم 114 سوره داره قوس مقابل 1 درجه 114 کیلومتر است اداره مردم بگید چرا به این توجه بکنید 1 2 3 در کلش یک در یک تفاوت تشریح نکشه مثلا 558 رکوع داره وقتی 360 درجه 72 عدد اولی است وقتی 72 را ضرب 558 میکنین میشه نصف نهار زمین میشه 6236 آیه داره قرآن کریم 430 آیه در مقطعات است که 6666 ساعت یک در بطن مادر میشه 12214 الفاظ داره قرآن کریم چیک بداره 77276 کلمه داره قرآن کریم چیک بداره مثلا 114 سوره رو ضرب مربع میشه ضرب 6 میشه تعداد کلمات قرآن کریم میشه 15684 نقطه داره قرآن کریم نبض انسان در 24 ساعت 15644 بار میبره میپره مثلا 3708 قرآن کریم داره آفتاب ما 3708 تن زمین هست همین قسم زیر زبر وقتی تشریح میکنم بر دانشمند های ریاضی وقتی تشریح میکنم دانشمند ها مطمئن میشن که کتاب زمینی نیست کتاب است که از آسمان آمده پس یه عاجل مسلمان میشن وقتی که مسلمان میشن نقطه بسیار مهم انتقاد مردم ها میخواهیم انتقاد هم بجاست خیر ببینه من از دوستان که در دشمنان راضی شد دشمنان همیشه سر من انتقاد میکنه همیشه دکتایی که از راست میکنم من از ملائکه که از شیطان راضی شدم چون ملائکه نمیخواه بخیصو وقت نماز است شیطان میگه خوکو وقتی میخیزی دو لغتت از شکم شیطان میدینی باز تا چند بشه آدم ادب از بیادبات بگره ایمان از شیطان خلاف بیادب حرکت میکنه با ادب میشه خلاف شیطان حرکت میکنه آدم با ایمان میشه بله. انتقاد کردن سر من که صدیق افغانی آدم چادر نپوشید تو آجل کلمه خون او آدم اول بیاد چادر بیاد بعد کلمه بخون او آجل کلمه خون چون اول چادر حکم چادر نامده بود این قسمی زیاد مسلمان ساختیم بسم الله الرحمن الرحیم اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اسپاسیبا تنیسول چاینا لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله حتی من مسجد
در شوروی جور کردن آقا تو میگه دروغ میگه من رات من روان کردم در زمان شوروی مرجع جور کردم دیگه خطابه میدادم که من گفتم تا که من مارکسیسم من نابود نشدم مبارزه دستم میکشم همش مستند دارم وقتی من گفتم میخواد تابوت کمونیسم میکنه یک تعداد گفت کی جی بی است من که پوز یاد است مقصد مسلمان وقتی زیاد مردم برام یک 5 6 شش برتون روان کردم علمای خود دوست دارم تمام علمای خود دوست دارم وقتی پیغمبر خدا آدم دوست می داشته باشه میراث خورایش دوست می داشته باشه و می خاطر پیغمبر معظم ما میراث خورش اولادش نیست چون اولادای پیغمبر لغزیده اولادای پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله لغزیده بله یکیش بنیانگذار قاتلا بوده او بچه آدم علیه السلام میگن بله دومش بنیانگذار مشرکین بوده بله بچه نوح علیه السلام بله سوم بنیانگذار بیادر دچا میانداختگی ها بوده و تلکی میگن بیادر دچا میانداختگی بچه یعقوب علیه السلام و می خاطر بر پیغمبر ما بچه ش گرفته که کسی که میرا و نگاه میکنه کسی که واقعا در دین اسلام صادق هست نیک از دین اسلام استفاده میکنه شکر میخواد اگر سیر میکنه او بحث به تاریخ میبونه افغان صاحب در مورد واژه انسانیت و ای که چرا انسان از خاک آفریده شده بر ما بله. بحث بسیار جالب است آقا جان عزیز ما چهار عنصر میشناسیم در ابتدا بله. آب آب خاک خاک آتش آتش و هوا هوا باد هوا وقتی که انسان میمره اول رفیق آدم آدم ایلا میت اول اکسیژن آدم ایلا میت اعلام میتادم دوم بازم درجه حرارت که ماتش آدم اعلام میتا 37 درجه صفر میشی یخ میشه سومش باز دو ما با سوم در قبر باز خشک میشی هوا رفیق تا میشه لب بده هوا خاک رفیق تا است در کنار تا است باز خاک رفیق تا است آب بیشتر تشریح کرد باز آسان باشه همه چیز پاک میکنه آب فروش آب دادن ثواب داره کوتاه بله. اما خاک فروش محکوم است. خاک فروش محکوم است. دقیق. به همین خاطر خداوند خاک اینقدر عزت داده که انبیا از خاک آفریده شده. انسان خلیفه خدا از خاک آفریده شده. بله. سعی کنید در خاک همه چیز خاک نشیاز. مثل که بیرق دارم خبر دارید بیرق یک طرف سیاز یک طرف سفید از نپرسان کن شروع دیده باشید. چون آدم از خاک سیاه پیدا میشه سفید می نوشه. وقتی میمونه در خاک سیاه میره سفید می پوشه در خاک سیاه میره. پس خاک قدر است که همه چیز میوه است همه چیز ببینیم که از خاک میروید از خاک است ببین خاک فضیلت زیاد است که هر چیزی که در خاک پرتی مرده رو در خاک پرتی زنده میسازه پس خاک همه چیز نمیپذیره آب همه چیز پاک میکنه هر کثافتی که به آب پرتی میشویشه خاک خداوند زد داره که پاک کننده آب است یک جمله کوتاه از معلمین افغانستان کوتاه بگین چون شما تجربه تدریس داشتین در پانتون مکتب که اگر مقایسه کنین با دیگر معلمین در دیگر کشورها در کدام حالت هستن و آیا برشان رسیدگی دمه قدر تاریخ افغانستان شده یا نه؟ افتخار به معلمین افغانستان، افتخار به استادای افغانستان، افتخار دخیل. به تمام معلمین افغانستان دخیل. با اینقدر نان می در یک سن انرژی خود بسرف میکنه مثل شم واره میسوزه بله. شاگردان منور میسوزه سنق نان میخوره شام نان داره نداره خانه داره نداره ماشش چند دستک دوزاف و میلیون و میلیون بادیگارد های بیادرش بادیگارد میلیون از خودش ساد پانتون پیسه نان نداره بله. امروز با دهیچ امکانات سادای ما معلم های ما درس بیتن میان و تمام معلم های افغانستان و تمام ترام که با تمام هیچ امکانات انرژی نداره چی تغذیه شده امروز میاد در کنار مردم خود در زیر راکت در زیر بم در زیر هر چیز در هر حالت در کنار مردم افغانستان بوده ما فخر میکنم اگر امکاناتی که بر غرب است امکاناتی که بر مردم دینا اگر بر استادای ما باشه کلش هر سال نابغه تولید میکنن دقیق راست میگی افغان صاحب موضوع قوم تعصب که در افغانستان دامن زده میشه بدبختانه از دید شما چقدر مشکل ایجاد کرده؟ در افغانستان اتفاق میفهمید در کجا وجود داره؟ به اتفاقی در کجا وجود داره؟ بله، کجا؟ اتفاق در مستریخانه وجود داره در مندهی وجود داره هیچ وقت ما در مستریخانه در مندهی نهیدیم که دو قوم جنگ کرده باشند همیشه جنگ در پوانتون ها و دیپارتمنت هاست بله میبینید که در مستریخانه میرین یک نفر کپیکش هست از یک قوم یک رنگمال از یک قوم است. یک مستری از یک قوم است یکش از یک قوم است در اونجا میبینیم یک روز کلش دم شروع دستشان دم یک شروع میخورن یکی سب دلالی جان قربان چاو چیو داری گل زمان جانه زمین جان یکی دیگر در بغل میگرن بله بله خانه ما دادان مکتب نادریه بود دفتر ما دادان مکتب همه نیست از این صبح که مکتب بچه ها رخصت میشن تا به خانه جنگ کده میرن بچه ها
بله. اما در هیچ وقت بچه های مصری جنگ نمیکنه. وقتی تحقیق کردم چرا اتفاق در مصری خانه است به اتفاقی در پوانتون، من که تحقیق کردم دو چیز یافتم. در اونجا کسی بیکار نیست که غیبت کنه، وقتی که کار باشه کشور مرا کار نجات میده. یعنی در پیش دکاندار سنگ باشه و آدم نیست. یعنی در افغانستان هم از بیکاری ما نخشار میکنیم یکی دیگر. ما اینجا ششتیم یعنی گشتیم. در پولی ما اینجا دو نفر است. غیبت از زیر کرزی میکنیم، غیبت از زیر کرزی میکنیم، غیبت از زیر کرزی. ما یک کاراکتر داره، وقتی ما در مجلس من غیبت که میکنن، ما او آدم که داخل میشه میگم برادر من غیبت کردید. میگه چرا؟ میگه مگه گپ از زیر نگوید پیش خدای از بک پیش میشه. خودش نیست، پروردگارش است. ما پیش پروردگار در پیش هستیم. در یک اتاق یک گپ میشدیم، در دو گپ دیگه. وقتی بیس قربان چم یک خر روزه بخورین، لالا جان خوب هستی. بیا تو دان قرآن اگر خر بده. بیا لالا جان تو روی ما چکاری میکنیم، 5 دلار موش میکنیم. بعد از قربان چم نمیرم کار دارم، میرم. با من خدا بود. کی بود خر سالش کرد؟ کچا بود. خیر کچا بود چرا خر بده سالش کرد؟ ما پیش روی عزت میکنیم، پیش سر بی عزت میکنیم ما. بله. ما پیش روی بسیار روی ما چکانی یک قماش میکنیم، خصوصا خوارای ما یک قماش میکنیم یکی دیگر میشارن. اما با چی بگه خراب شد رنگ ریلش با رنگ ناخونی سر نخورد خوش کچه رو مات کنیم. بدن یک چیز که بگه سیدیقه ها چون تحروز رو بکنیم. من تحقیق کردم سر مردم افغانستان، پس من یار براحت دادم. چرا؟ زمستان آدم براحت میتا دیگه، خزان آدم براحت میتا برگذرت میشه، گناهشان نیست. چرا؟ اینا رو بیکار موندن. از بیکاری غیبت شروع شد. غیبت لذت میبرین در غیبت ده. وقتی میگه فلانی خوب آدم است، خوب از دیگه تعریف کنیم لاغر میشیم. اول نمره شویم بعد کلگی میاییم، لایق باشیم بعد کلگی میاییم. یک مرض است تک برای خفتان شد. این کپا برای بلد خود میگو، برای کل بلد خود میگو. دقیق پیش روی بازوی ما چکانی وقت کسیم رابرای ما میبینی که کلگی تکتی هم باز رفیقار شدنه. باز یک رو شور هم انگی جور میکنه، یک رو شور تر انگی جور میکنه، یک رو جور میکنه، یکی دکلی دیگه میذاره. بلی یعنی ما یک روز گفتم از ما که دوزا خوب است، از ما دانشمند ها که دوزا خوب است. دانشمند ها یکی دکلی دیگه، دوزا یکی دیگه جور... کلش مافیا است. مافیا دستی شما یکیست نه؟ کلش نفی خواست هست. ولی ببینید کلش هم باز جبه جور میکنن، باز جبه جور میکنن، باز از باز چوکی داد، باز بشه اینو. پس ما گناهکار هستیم که وقتی در مملکت مقرر شده میگه مادر اولادایم خواهی دیده بودند که برطرف شده میگه از ما باید جندان چیزی سی یه جامعه ماست که وقتی مقرر شد کلیگی خود از او آدم چقدر خواهن وقتی مقرر شد کلیگی به تبریکی از او میرنه بر داوتان ما قلب خود گفتیم وقتی که از بین رفت غدار گفتیم یک فاتحگیری شده کردیم دکتر نجیب ولی چقدر دوز داریم وقتی که در لنگ عبیدم کلیگی در زیر پایش خوب شد کمانتش شد بله؟ مت یک جامعه هستیم، ما آزاد پرست هستیم. مردم افغانستان میگه مثلا ما مرده خراب زنده خوب نداریم. نخیر، ما مرده خوب زنده خراب نداریم. این جمله بسیار تکاندنده است، هر چپا میگم و خاطر که ما میگه آزاد هستی زنده هستی وقتی رفتی در کوچه برآمدی مردی دیگه. یعنی ما آزاد پرست هستیم. آزاد پرست بله، یعنی کسی که آزاد هستم اون اترام میکنیم بله. وقتی رفت از سند برامد مرد دیگه، مردن فیزیکی بود دفن شد. یعنی ما حاضر پر ما همیشه این قسم مردم هستیم که مجازی مردم هستم. اگر بگویم من خوب آدم هستم خب مجازی بود، ما مجازی مردم هستم، کل ما هم طور هستیم. یک تعداد ملا صاحب هاست که غریب مردن آتاینا رو میخونه معتبر مو تعقل میخونه بگی سری نگم ملا صاحب ما پیش رفت در افغانستان یه من گفتم مولا میرم صبح دیگه صبح کابل میرم. وقتی که من گفتم میخواد تابوت کمونیسم میکنم گفتن یکی جیبیست. وقتی خیمه میزنه میگه شب نان میخورم تو بودی نه قصه کردم. پس یک جامعه ما پیشی گرفتن در جامعه ما گناست. بله. ما بچه من چت که مشکلی مشهور شد. اون بیچاره یک قوم تر ببینید که مشهور میشه چه قور دو میزن. پسش کنی مشهور نشین مشکلین. کدام مسلک دوست دارین؟ معلمی را. معلمی معلم. معلم است. و استاد خانواده مهم است یا دوستا؟ والا دوست وجود نداره اصلا. اصلا دوست داشتن وجود نداره. وجود نداره دوست داشتن. بخاطر اینکه آدم در زمستان بخاری رو دوست داره و در تابستان بندیش میکنه. اما خاندان رو دیده بندی نمیکنه. بله. دوست داشتن یک ضرورت است. ما با دوستای خود ضرورت دارم. دوستای خود کلی شد برش ترام. اما یک ضرورت دارم برشون. تا وقتی که ضرورت از دوستش دارید وقتی که ضرورت از دوست امروز از کل ملت افغانستان از کل ملت دنیا سوال میکنیم از کل بشر 8 میلیارد تلفن در جیبتون مفت اما شما چرا زنگ نمیزنید؟ بله. اما سابق 6 20 سال پیش شما خط روان میکردید. 6 با خط میرفت. حالا چرا زنگ نمیزنید؟
خب چرا زنگ نمیزنی؟ مفتاسک با برادر زنگ نمیزنی؟ بر خواهر زنگ نمیزنی؟ بر فامیل زنگ نمیزنی؟ چرا نمیزنی؟ اما بر خانم زنگ میزنی دیگه، بر بچه زنگ میزنی، بر خانواده زنگ میزنی دیگه. متوجه هستین؟ حقایق هست دیگه، با مجبور هست برای میخواد میگه، میخواد که بد مردمی راست بگو، میخواد که کل خوش مردمی مردم ها نخ نخت تاجیف کن. بفرمایید استاد، کدام دانشمند دوست دارین؟ یک بدم سعی کنین یک قلم کنه کده باشه پیش ما محترم است او ها که دو دال تفنگ کنه میکنم باز کلشان رفیق میشدن ما تفنگ و دست ها من خواهی قلم یک دونه قلم کنه کده باشه من او کرش هستم دانشمند خوبانده چون قلم تفنگ کنه کدگی ها رفیق ها شده نه افغانستان ها چور کده نه طول دنیا را تکت تکت کده نه دنیا را تکت تفنگ با دست ها رفیق شدن با چرا زدی یکی دیگه باشد؟ کسی یک قلم کنه که چون نورم قلم گفته یک قلم کنه که شما نوکرش هستم دانشمند خوبان. بله افغان صاحب، یکی از موارد دیگه که در زندگی و کاراکتر و سفر علمی شما هست موضوع پیشگویی ها هست که بر اساس علم ریاضیات ایر انجام میتین و اگه درباره از این پیشگویی های تازه تان بگوین، چون دوستان منتظر هستن. یکی از موضوعات که پیشگویی کرده بودن موضوع ویروس کرونا بود، یکی از موضوعات دیگه جنگ جهانی سوم بود که گفتین نمیشه 2023، و بعضی پیشگویی دیگه که همیال شما میکنین همین لحظه در ذهنتون هست بر ما اگه شریک کنین. در 1368 ما گفتم اگر یک فایل شد فایل تقدیر آمدین بدون که فایل کنه سر دکتر نجیب الله، دکتر نجیب ارگ علاقه بدون که مجدد کدام فایل کنه ارگ گرفت فایل کفرستان ختم شد، فایل ورزنا شروع شد، فایل منافقین شروع شد. عبدالرز ما اتصاب کرد که برادرها فایل کفرستان ختم شد، فایل منافقین شروع شد. ما و برادرها عزیز اکسای خانه تا نبکنه مسئولیت بزرگ شما نیست. برای کلی اکسای خانه تا مردم بیادره. اکسای خانه تا نبکنه، اون اکسای خانه شما نیست. این گپ ما صدا بار بودیم باز مردم یادش میده. دو، موضوع کرونا. کرونا وقتی اومد گفت خطرناک، من گفتم نه خطر سی است. گفتم 6666 ساعت بعد بالاخره اولین بار واکسین دادی، بعد از 6666 ساعت پیدا شد که پوتین برای خود تطبیق کرد. بالاخره آستا آستا مردم رفت این به طرف صفر تقرب کرد. سیومش من در 2009 گفته بودم، در 2006 هم گفته بودم. 2055 جنگ سایبری میشه، جنگ کامپیوتری میشه، جنگ اینترنت میشه، جنگ میشه یک دفعه کل اینترنت ها را چی میشن؟ بلاک میکنن شما چی میگن شورا روی تصاعدا تاریخ مطالعه میکنم. فلاز من از کدام فاربین هستم، نه کدام غیبگوی هستم. ما تا اندازه 99% محاسبه کردیم که یک هفته ما غلط نبرامد. آلی فعلا محاسبات است. امریکا آستا آستا به طرف اقتصادش تباس، اروپا اقتصادش تباس، اروپا از هم پاشیده میشه. یک گدیودی های بسیار خطرناک در 2025 است. یعنی افغانستان 50 سال گدیود شد، 50 سال دیگه جهان گدیود میشد، جهان به طرف گدیودی میره. این را بخیر برای مردم دینا بگویم. چند کشور آتششانی شد؟ کانادا شد، ترکیه شد، چین شد، کشورهای مختلف. دو، تمام دنیا طوفان شد. دوم عنصر، سوم زلزله شد، چهارمش طوفان بحری چی میگن؟ سونامی شد. هر چهارش 17 جولای شده. همین حال اگر جهان ما پیش از پیش امیر باست نشد کنیم جهان اختار میتونم نظر با محاسبه ریاضیم اگر جهان زبان مشترک با هم پیدا نکنه جهان به طرف نابودی میره. از 0 تا 9 یک مکعب جمع 2 مکعب الان 9 مکعب میشه 2025 یا از 1 تا 9 جمع کنیم 45 هم روا میشه 2025 2025 یک تغییرات بسیار فاحش در کل کره زمین است. و استاد شما ورزش میکنین یا ورزش کردین؟ ما یک وقت یک رقم از شده داشتم معلم سپورت رو میاد نداشت ولی اقام پیادروی میکنم خب تا تنبل هستم دیگه من تنبل هستم بخاطر تا آدم راست خواده بگه تنبل هستم ما یک سپورت دماغی دارم دیگه خلاص جمع زر بله. گاهی وقت موسیقی هم مشنوین؟ موسیقی رو چطور دوست ندارم؟ موسیقی رو بسیاری میگن که غذای روز نه خیلی غذای روح نیست. موسیقی غذای نفس است. از همین تکنولوژی افغانس رو استفاده میکنین؟ موبایل و همین اپلیکیشن هایی که فعلا هست، فیسبوک و انستاگرام و مثلا تیک تاک و تویتر و چیزا که هست؟ والا استفاده میکنیم بسیاری وقت نمیکنیم. خب مقصد یکا چی میگن در ماشین حساب زیاد مصروف هستم. اطلاع ماشین حساب زیاد کار دارم در اونجا ماشین حساب هستم. تقریبا 15,000 تلفن از کشورهای مختلف اما آخرش اگه بخوای پیدا کنی بسیار مشکل است. هر روز 100 200 تلفن برام میاد.
کلیگی را جواب نه، جواب است که کلیگی را جواب نیتون. همین هر کی که برای ما تلفن میکنه برای جواب کلیگی یکم انتقاد میکنه دوستان، چون مردم را عزت میکنه. وقتی یکم وقت من محصل بودم برای ما از پیش ما قرض میگرفت شاگردا، باز برای تو قرض نکرد، برای تو میگم تو مرا عزت کردم. بله. به خاطر همین شبکه های اجتماعی چی میگن؟ مجازی میگن ها؟ مجازی. نه خیر، او مجازی نیست. او حقیقی ما مجازی هستیم. من میمرم نیست و مگم آوازم هست، نواز هست بایمه در تصویر. پس های کنه اصل حقیقی هست، مجازی ماستیم. بله. استاد از کشورها کدام کشور دوست دارین؟ مرا دیگ خوشم نمیه، چی دیگ دادیگ هست. دیگ کی رو خوشش میه؟ چی دیگ دادیگ هست. مردم فرانسه مهم است، نه کشور فرانسه. بله. مادم دیگه تعریف نمیکنه، چی دیگه دیگه است، پلاو است یا قابلی چا چیست. مردم و کشور مهم است، نه خود کشور، نه زیبایی کشور. مردم زیبایی کشور تعریف کرد، نه فرهنگ کشور تعریف کنیم. بله بله. هر کشوری که با فرهنگ است در امورات دیگه کسی مداخله نمیکنه، گلیم خود از پای خود از گلیم خود دراز نمیکنه. بله. او کشور محترم است. محترم. کدام غذا را خوش دارین، میخورین و میپسندین؟ غذا را چه قسم دوست دارم؟ هر چی که باشه بله میخورم، اما یه وقت سر غذا فکر نکنیم. چرا؟ بله. مثلا هفته چند دفعه شما نان میخورین؟ هفته 21 دفعه. بله. 21 روز پیش چی خورده بودین؟ فراموش کردین؟ چیزی که فراموش میشه وقت سر جایی نکو، اما 21 سال پیش با قدم معرفی شده فراموش نمیشه. بله. یک لذت است، یک لذت است، یک لذت است از دان تا کام است. 4 دقیقه و 4 ساعتی در بر میگیره. یک لذت است، یک لذت. هیچ وقت عزتتون به خاطر لذت نفروشین تا به ذلت مبتلا نشین. بله. دقیق است. استاد، بحث جالب دیگه که شما داشتین در رابطه با ایجاز علمی قرآن از دیدگاه علم ریاضی فلسفی. بله. که خیلی علاقه‌مند داشته، ما هم دوست داریم در رابطه با این از شما بشنویم. 114 سوره قرآن کریم داره هموطنان عزیز. ما چند سوره را براتون مثال میتونم ببینین که تکان دهنده است. سوره نساء سوره 4 است. 4 زن عقد دارید که بگیرید در صورتی که ضرورت داشته باشید، نداشتن یکیش بهتر است. بله. میرم در یک کمی که پیشتر سوره حضرت یوسف پیغمبر 12 برادر داشت. من میخوام مردم همین یک فکر کنن 12 برادر داشت. بله. فلماش دین نه؟ بله. سوره یوسف سوره 12 است. سعی کنید تصادفی است که سوره یوسف سوره 12 است. سه سعی کنید جالب است. ما میریم سوره نو علیه السلام. نو علیه السلام. سوره نو علیه السلام سوره 71 است. نزولش هم 71 است. ترتیبش هم 71 است. بله. سعی کنید جالب است که 71% کره زمین آب است. بله. اولی با شرفا میده. سعی کن نزول سوره هم افتاده کسد. مثلا سوره آفتاب از شمس 91 است. 91 است. بعد از 91 روز که سه ماه و یک روز، یعنی 4 91 ماه 364 جمعه 365 میشه. بعد از 91 روز آفتاب مسیر خود تغییر میده. سعی کنین. مثلا سوره قمر سوره 54 است. 54 ما دو بار در آفتاب در یک ماه قمر را میبینیم. یک دفعه این قسم ریشه میبینیم آغاز تولد میشه، وقت رخصت شد این قسم میبینیم. ما میبینیم که 54 سوره قمر از 227 میشه. 227 ما میپرتیم در انترنت امی محتاب ما در یک ماه 27 بار در گرد زمین میگردن. 27 بار و میخواد 27 بار کلمه محتاب در قرآن کریم آمده، 33 بار کلمه آفتاب. وقتی که ما میبینیم که قرآن کریم ما 114 سوره داره، وقتی که از 1 الی 101 جمع 2 جمع 3 جمع 4 الی 114 میشه 6555. این سفر زمین 6555 کیلومتر است. قرآن کریم جوابگوی بیولوژی و جیولوژی است، یعنی جوابگوی تمام نیازمندی های بشر است. و یک جمله دیگه که داخل آخر میخوایم براتون بگویم که در کل دنیا تکان میخوره. قرآن کریم 52244 زبر داره. زبر خود ببینید زبر. محیط اوزون اینجا خلاق شروع میشه. این مقه کیلومتر است. قرآن کریم 39584 زیر داره. وقتی ما مترو جور کنیم، مترو از این طرف زمین در این طرف زمین بیم، این مقدر کیلومتر میشه. وقتی که از نقطه مرکزی زمین تا می نقطه که خلاق شروع میشه 8804 کیلومتر است. قرآن کریم 8804 پیش داره. یعنی تمام قرآن کریم مطابقت میکنه با حرفای با تحقیقات بیولوژی و جیولوژی. 14 قرن 15 قرن پیش بوده، بشر فعلا توسط تلسکوپ های خود نیرسته ثابت ساخته و شما برید نردوش در انترنت ببینید. و افغان صاحب، درباره دوستایی که مهاجر شدن، 100,000 نفر که مهاجر شده به کشورهای مختلف، افغان های عزیز ما
کوتاه نظرتان اگه بتین که ماجرین هم بعضی دلتنگی های خدا داره، وطن خدا پرسش دق میشن و به یاد وطن میباشن، و شما مال فکر میکنم در کشور ترکیه هستین، اگه کوتاه بگین درباره از این ماجرات و دوستا یک ماجرا هست. ما اومدیم از وطن، یک مشتاق از وطن اومدیم، ما رسمی اومدیم بنده مولا حسن اخون، ما رسمی اومدیم، ما روان میکنیم حکم با خوب، ما هیچ وقت بدون اجازه رئیس جمهور خود منم ابراهیم ما روان میکنیم حکم براتون، حکم بم شماره شما 1011 است، حکم 1011 است. بر سه ماه اومدیم برای کنفرانسو، همیشه بدون امضای رئیس جمهور هیچ وقت نمی برایم، چون مامور مملکت هستم نه مامور رئیس جمهور. هیچ کس مهاجر نیست، کلی که در وطن خود هیچ کس مهاجر نیست. امریکا، اروپا، ناتو، روسیه، انگلستان، کشورهای دنیا با مردم، ما مثل تلویزیون بلغاریا، تلویزیون منگولیا، تلویزیون روسیه گفتم مالم از طریق شما میخواییم براتون بگویم، مردم دنیا شما با تفنگ آمدین مردم ما را کشتین، روسیه 10 سال در روز 10 سال مردم ما را تکه تکه کردید کشتی، ناتو همچنان با تفنگایتان آمدین، اما مردم ما با قلم آمدن، با یک دست خالی آمدن، اما اینا را شما میزنید لغت، خجالت نمیکشین که پاسپورت مملکت ما را ارزش نمیتین. شما را کی دعوت کرد در وطن ما؟ کسی که شما را دعوت کرد، آقای شوروی، آقای امریکا، آقای انگلستان. من یک گفت سریع هم میگم، چرا مردم ما در هر جای ماجر گفتن میشد؟ شما چقدر توان ما را میتین؟ چقدر قصدار ما هستین؟ مردم ما را تکت تکت کردین به نام صلح، به نام سوسیالیزم، به نام امنیت مادنای ما را دوزی کردین. پس اینا مجرم هستن، مردم امریکا رو ملامت نمیکنم. من یک جمله بسیار قوی میگم محمد ایسر، امروز یک وقت بچه بوش در افغانستان کشته نشده، بچه برژنف در افغانستان کشته نشده، بچه چرچل در افغانستان کشته نشده، بچه ناتو رفرهاش کشته نشده، بچه غریب امریکایی در وطن ما کشته شده، بچه غریب روسی در وطن ما کشته شده، عسکر کشته شده، یک امریکایی یک بچه داشته، یک فرانسوی یک بچه داشته، یک آلمانی یک بچه داشته، یک روسی یک بچه داشته، او در وطن ما کشته شده، اما رهبرایشون پیکار بالا کردن، رهبرایشون امروز بوش محکمه شده باید است، امروز رهبرها باید محکمه شده، امروز برشنه باید از قبر محکمه شده، اینا باید محکمه شن، امروز مردم معاوره شده، امروز تمام دینا وقتی 50 سال پیش میرفتی در مملکت در میدان هوایی پاسپورت تاپا میخورد، ما چی گناه کردیم که امروز در مردم ما بی‌عزت میشه، مردم ما رو گدایگر میگن؟ هیچ کس، ما در افغانستان کس نداریم که از افغانستان کسی دفاع کنه، امروز افغانستان سعی کنین، امروز ملا صاحبا شکمش سیر است، ملا صاحبا رو بشنوید، ملا صاحبا عزیز ما در افغانستان میگه بزنم هیچ وقت ملا از گشتگی نمیمونه، یا در اسقاط شکمش سیر است، یا در وظیفه شکمش سیر است، حتما هیچ وقت ملا از گشتگی نمیمونه، مقتدیات گشتگی نمیمونه، مردم از گشتگی نمیمونه، امروز مردم افغانستان امروز سباس، چرا میگم ما افغانستان پرسمند نمیشاسه، بانک پر است، امروز مردم هیچ وقت نبدیم و از گشتگی نمویم بره، هیچ وقت ملا حسن اخون از گشتگی نمویم، هیچ وقت دسترخانش خالی نبوده، مردم من دسترخانش خالی است، من یک حرف خدا میگم، او مردم یک از تریبون های غرب از تریبون های شرق صحبت میکنه سر افغانستان، مرد هستم بیان به افغانستان که بخواده، من پارسا سه ما خیمه زدم، حرفای خدا گفتم، فلهازا مردم افغانستان مظلوم واقع شده، مردم افغانستان در هر جای دین است وطنتان است، تشویش نکنین، یه جای ماجر نیستین، بله، کل دنیا قصدار شما است. تشکر استاد. سوال دیگه ای است که گاه با دز روبرو شدین؟ زیاد، من دوزار باز پاس تو پیدا کردم، در شوری پیدا کردم، در جای دوزار پیدا میکنم، توسط فرمول بیره زیاد دارم، دوزار زیاد پیدا کردیم. و استاد وقتی که زیاد ناامید میشین کدام جمله کلیدی هست که قلب شما را قوت میبخشن؟ هر چه کس آغاز یک پیروزی است. ما هیچ وقت ما تشویش نمیکنیم، یعنی تشویش ما امکان داره که باز پروردگار سر ما قار میشه، چون پروردگار میفهمه که ما چندان چیزی نیستم، چون 100 سال پیش نبودم، 100 سال بعد نیستم، ما چه کاره، ما صفر هستم، ما یک صفر هستم. اگر یک از بزرگوار گفت ما صفر، شما چند گفت؟ یک از گفت ما هفت، گفتم رفیق شما 70 میشه، اگه ما بزنید تو صفر میشه، صفر ضرب هفت تو صفر میشه، یک از کشورا گفتم. پس هیچ وقت ما نامید نشدیم، به خاطر که به فرمایش خود تولد نشدیم، از ما کس اجازه نگه تا دهی دنیا میگه که از ما کس اجازه بگه دهی دنیا بسید کار کرده رسوم، به خاطر که برای ما خود پیغمبر الگوست،
حضرت یوسف پیغمبر امروز ما میبینیم که حضرت یوسف پیغمبر قدر میبینیم بسیار وقتی که میبینیم که امروز خدا سرش گپ میزنه و در مقابل نفس خود مبارزه کرد در مقابل نفس خود اون نفس خود غلام خود ساخت. ما وقتی کامیاب هستیم که نفس ما غلام باشه، ما برعکس ما غلام نفس خود هستیم. چون یک غلام بچه چه برباد پاچه شد؟ چرا؟ داستان حضرت یوسف یک سطر است، نه چلر سیگار. یک غلام بچه چه برباد پاچه شد؟ چرا؟ بخاطر که نفس خود غلام خود ساخت، پاچه شد. بعد وقتی ما بیزد میشیم، ما غلام نفس خود میشیم. افغان صاحب، خودت همیشه اعتقاد نظر به علم ریاضی داشتی در دین و اسلام و قرآن، و در مورد نماز هم خودت زیاد تحقیق کردی. اگه کتاب بگویی در مورد نماز و بعضی کسایی که میگن دلم پاک است و نماز اگه نخوانم مشکل نداره، بله، دلت پاک است. بله، وقتی دلت پاک است من نمیگم دلت پاک است، اما نماز خدا خواهند که ضرورت نداره. خود دلت پاک و دندانایتان پاک و رویتان پاک و خود یک کسافت چیتان پاک و رویتان پایاتان پاک و که بوی میتبه که تو پاک و کنه. نگه کدوم وقتی که نماز میخوانی ستو وقتی ببینه نماز خواهند هیچ وقت پای درد نمیشه، هیچ وقت کمر درد نمیشه. خود تو رکات تجور میکنیم سعی کنیم نماز پیشین در رکات، چرا نماز رکاتش کم است؟ بخاطر اینکه وقتی تو از چاو میکشی شروع میکنی ستون فقرات کجوال میشه، وقتی در رکات میخونیم ستون فقرات در جای خود میگیره. میخوامون اصلا خود نماز این نیست که ما نماز تا خوندیم خدا سر خود نماز نه برادر. بله، تو به نیست یک پرزه سالم باش که تو بتانی خلافت کرد خدا ضرورت نداره. بله، امروز سان صحبت وقت وقتی سجده میکنی سن سجده که میکنی آی که مغزت بران میره چارچای مثبت منفی آبیاری میشه دماغت، چارچای مثبت منفی دفع میشه. این قدر گپ داره که گپ داره. من 40 سال تری نماز تحقیق کردم، بالاخره غلط خوردم تا که من بالاخره نماز میخوندم. بله، خاطر که آقایم خفه نشه. اما وقتی که من تحقیق کردم دیدم که فایده ما است، خداوند ضرورت نداره. بله، بی نیاز است. پس وقتی کسی که نماز میخونه آدم سالمه باشه، درونش هم سالم، بیرونش هم سالم. افغان صاحب، بعضی ها میگن که مشکلاتم زیاد است، آیا توقع داشته باشیم که مشکلات و سختی ها تمام میشه یک روز؟ یک شاعر میگه همت در کار دارد امتحان زندگی. بله، از ناکام آن که عرض ناتوانی میکند. بله، انسان وقتی موفق میباشه که وقتی کامیاب میشه پشت کار داشته باشه. بله، یعنی اگه هزار بار شکست بخوره، هر شکست آغاز یک پیروزی است. دانشمندا خبر دارید که گپای مردم با خود یک بی سواد است و گپای خود میگم من قدر وقت ندارم گپای دیگر را بگم، حالا مأخذ قرآن است. اما اینکه بخوای عقل قول کنم، مثلا اینشتین چند بار دید که یک مورچه مواد غذایی خود بسیار قوی تر از جسم خود در 100 بار بالا میکرد، پس میتاد در 101 بار تیرش کرد. یعنی در 100 بار مرچه مایوس نشد، یعنی مایوسی رو به خود را نتین کامیاب میشه. بله، من 4 سال اگه اکتیو فیوزر رو نمیخوندم اون رو سیدی قبقه نمیشد. بله، کار کرد. پس هیچ وقت شما نگویی من نمیتونم، یعنی شما بعد از پروردگار هستین، یعنی بعد از پروردگار، بعد از خداوند، شما فلعرد خلیفه هستین، نه فل افغانستان، نه فل تاجک، نه فل پشتون، نه فل عرب. نگفته که تنها مسلمان ها خلیفه خداست، انسان خلیفه خداست. یک نفر میگه بدر از این را تیم نشکوش کنی که مین است تره چی؟ خیلی ببینی من خبر کردی. خب پیغمبر خب میگه بیچاره تو کار خوبه کو، دوزی نکو، بد نگو، غیبت نکو، همسایت گشنه ما تو سعی نیستی. هم ادیان ها تمام ادیان به خاطر نجات انسانیت است، هم ادیان یک قانون است که انسان ها را با طرف رای راست رهبری کنم. کل دی مکتب اگه این نمی‌بود، این مکتب نمی‌شد، اگه این نمی‌بود، همین که ادیان هم می‌شد. مثلا زبور داوود علیه السلام. بله، تورات موسی علیه السلام، انجیل عیسی علیه السلام، قرآن محمد صلی الله علیه و آله. یکی دیگر را تکمیل میکنن، یعنی تکمیل میکنن، یکی چیز دیگر نیست. بله، اما چرا متعلمین جنگ داره بین خود؟ مکتبا جنگ نداره که بگویم من کتاب الجبر را پرتم سفارش بدهد، من نمیخوام، من سم فوکوتر. یکی دیگر تکمیل میکنم، یعنی شاگردان جنگ میکنند. پس میدونم ماستر باز از ماستری چی میشه؟ دکتراست. از ماستری دکترا میتونی بری، اما از دکترا بری ماستری چی میشه؟ ای بسه، یعنی دکترا رو خودی پس بیده ماستری. یعنی میتونی اگه سیوی اسلام شود، اما از اسلام نمیتونه اگه سیوی شود.
این جمله رو من میخوام تشریح کنم برای برادرها. من میخوام کنفرانس میتم. ایسایی که گپ غلط نیست. بس خاطر اینکه من لباسای سنف 8 مکتب مال پوجا نمیتونم. برای من خوردی میکنن. وقتی که تولد میشی میگه چرا قرآن کریم روز اول نامده؟ چرا قدر پیغمبر؟ چرا 124 پیغمبر برای چی بوده؟ به می خاطر وقتی که تو انسان نو تولد میشه چی براش کار است؟ براش غنداق کار است. بله. 5 ساله میشه 1 متر تکه، 10 ساله میشه 2 متر تکه، 15 ساله میشه 3 متر تکه، 20 ساله میشه 4 متر تکه. اینا لباس ما در طفل 1 ساله بزرگی میکنه، لباس طفل 1 ساله دم خودی میکنه. اینا بر پیغمبران به نفس بلا تشبیه نوزم بلا بگیم علما سر انتقاد نکنه، مثل خیاطای جامعه است. یعنی معلمای جامعه است. معلم مکتب، معلم فاکولته، معلم پوانتون، نال وقتی که خیاطی طفلانه است، خیاطی زنانه است، مردانه است، دریشی است، پرانتوبال است، واسکت انواعش، نال مطابق همون جامعه لباس جور کرد، در جامعه جامعه جور کرد، در جامعه جامعه جور کرد و بالاخره هر پیغمبر نظر به ضرورتش آمده. نال محمد صلی الله علیه در زمانی میگه که دخترها زنده به گور میشه، پس ضرورت زمان. امروز وقتی که علما امروز اگر امروز چرا پیغمبر خاتم الانبیا شده؟ به خاطر اینکه خاتم الانبیا نمیشه، اگر تاریخ رو میگه میگه با پیغمبر هستم، اینترنت جور میگه ما پیغمبر هستم. امروز هر کاری که مثلا ساینس و تکنولوژی کار میکنه اونا رو کلش خداوند جل شده توسط پیغمبرها برای ما داده که فلاز علم مقامش بسیار بالاست. بدبختانه امروز در جامعه ما علم کسی ارزش نمیده و میخواد پنج قدرت جهانی است که جنبندی کنیم صحبت خود. اول قدرت سیاسی است. هوشیارترین مردم کدام مردم هستند؟ هوشیارترین مردم سیاسیون هستند. بله. کلی که گل میزدند. دوم کسانی که اقتصاددان هستند. دومین قدرت. سومین قدرت اپوزیشن است. اپوزیشن است. چهارمین قدرت کسانی که میراب و کلیسا و یار رهبری میکنند. پنجمیش دانشمند است. دانشمند است. پس اینا رو باید یکم تو میگه صدیق اوان چرا بیقل میگی؟ گفتم از بیقل سرشان خوب است. اگه یا بیقل نمی بودن حتوم اختراع کردن دست چاتان نارو دارن. امروز حتوم انرژی جور که با یک سو بشریت رو بود میسودن. ای اختراع رو ای کنن دست کسی میده تیوره رو جمعه که بمبارد میکنه. پس من چی کردم؟ من گفتم نه تو باید نست باشه. باید دانشمند ها جانا رو بری کنن. سعی کنین در یک کشور نام کشور رو نمیگیرم. در یک کشور رفتم که افغان سر به قهرمان علی امی امپراتور رو قهرمان نید. گفتم نه امپراتور رو قهرمان چی بکنن؟ یک نفر کشتی قاتل هستی؟ ده نفر کشتی جانیستی؟ یک میلیون نفر کشتی چیستی؟ محترم هستی. قهرمان سر. امپراتور سر. یعنی قاتل ها یک میلیون نفر، ده میلیون نفر همیشه مجرده میشه جور میکنن یا. متوجه هستی؟ بله. چرا؟ بخاطر که یا دستشان یکیست، دانشمند تخریب میکنه. دانشمندا تشکل ندارن. یعنی دوزا تشکل داره، دانشمندا تشکل. استاد یک مثال داریم میگن ترسو و بزدل. اگر ما می ترسو و بزدلی رو به خود رابطه این با زندگی ما چی میکنن؟ وقتی خدای تشناختی هیچ وقت هیچ کس نمیترسی. یعنی همتی در کار دارد. یعنی خود همت داشته باشی. او کی از تو میترسی؟ وقت من میخوام کمی که تشریح کنم بسیار جالب گپ است. یعنی مرگ میترسنه؟ من مرگ زیاد دوست دارم. من عاشق مرگ هستم. چون مرگ عبارت از تولد، تولد عبارت از مرگ است. من که وقتی میمرم کجا میرم میفهمی؟ پیش آقای میرم، پیش مادر میرم، پیش قوم میرم، پیش پیغمبر میرم، جای بیگانه خود نمیرم دیگه. نه وقتی که آقای در مزار بیار رای سالنگ بند باشه از آقای شوهر میری تو میگه زود تو کد آقای خدا برو. هر قدر که زود میمرم همیشه میتر گناه هستم. نه هر روز گناه کردم. میرم اکسیژن بر کاو نشه تو میکنم آ برک تبدیل میکنم. من میتر گناه هستم. وقتی میمرم گناه خطا میشه و بخدا باز مرگ عبارت از تولد، تولد عبارت از مرگ است. 145 بار کلمه موت در قرآن کریم 145 بار آیات. اول موت گفته باز آیات گفته چون در دین گفته اول دین و باز آخرت. بفرمایید افغان صاحب. این سوال برمیگرده به بسیاری از جوانان ای که کلگی به زندگی خود فکر میکنن. از دید شما یک انسان موفق با کی گفته میشه؟ چی اوصاف و خصوصیات میداشته باشه و ای که نظم و دیسپلین در زندگی ما چی خوبی رو به بار میاره؟ همین چیزی که دینش میگه مطابق پیغمبر خود حرکت کنه. خلاصه من عالی از خود چی بکشم؟ یعنی بهترین الگو برش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشه که دشمن خود چقدر حرکت میکرد، که دوست خود چقدر در مهاجرت چقدر حرکت میکرد. ما در مهاجرت ببینیم که یکی دیگر امیال کوویده رسیم مسجد فلانی علیه بسیم. ما باید از پیغمبر ما که وقتی نماز میخوانیم نه تنها نماز خوندن نبود، هر حرکت پیغمبر ما برای ما الگوست.
و محمد صلی الله علیه و آله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بزرگ است، قدر بزرگ است در مخلوقات برابرش بزرگ نیست. میگم جمله برای نجیب با محمدی است برای شما بگویم. بله. اول بله در 24 ساعت 48 میلیارد مرتبه نامش تنها به عزت گرفته میشه داخل بله. نمازها 700 میلیون نمازخوان است، هر نمازخوان 61 بار التسنن نماز میگه، التشهد زیاد میگه، تشهد زیاد عبادت میکنه. بله. هر کی یک بار سجده کنه منو کارش است، من تمام وظایف احترام دارم. سعی کنم نام محمد صلی الله علیه و آله نور تمام تا 24 ساعت گفته میشه. به تو شخص شما در جهان پیدا کنه 57 تا پاچا عسکرش باشه. پاچا در هیچ سجده نکنه در روزی در سجده میره. بله. تو کسی رو پیدا کنه که در تمام دینا سفارت داشته باشه. محمد صلی الله علیه و آله هست. در امریکا 5000 امام مسجد هست. 5000 سفارت هست. بله. خب بگن مثالی میگن مسجد خانه خداست. من گفتم نه خیر، خانه خدا نیست. به خاطر که خیر مسجد که نبود خدا سر خانه نداشت. عبادت خانه خداست. عبادت خانه. و اما خانه محمد مصطفی است که چه میرسه. و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله قدر بزرگ است که بزرگ هر مسجد یک جریب زمین باشه 14 میلیون مسجد است. ضربش کنی از بودجه امریکا که زیاد میشه. 300 میلیون محمد صلی الله علیه و آله خلاف حقوق بشر بوده. دلیلی که حقوق بشر در اسلام قدر بزرگ بود 300 میلیون غیر مسلم در دسترخوان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله نان میخوره. مثلا یک نفر تصویر جور میکنه، یکی کلا جور میکنه، یکی جای نماز جور میکنه، یکی نقشه مسجد جور میکنه، یکی گروه جور میکنه، یکی فرش مسجد جور میکنه، یکی سوخت مسجد جور میکنه، یکی گوسفند جور میکنه در روزی قربان. پس بهترین الگو برای جوانان ما زندگی نامه محمد مصطفی صلی الله علیه و آله است. افغان صاحب ماشاءالله دستاورد شما زیاد است، مدال یونسکو و دستاورد بزرگ شما که من حیث رئیس اکادمی علوم جهان تعیین شدین، اگر در مورد دستاوردتان کم بر ما بگوین. تشکر و ایده خوار، زنده باشین، سلامت باشین. و کشور را که بگوین خود با سریال میشه، کلش مستند است. در اینجا کنفرانس ها دادم، در این کنفرانس های من مرا بحیث بنیانگذار یک علم جدید جور کردم. علم چی است؟ که شما کنیم کتا می خواهیم بگویم تا فعلا بشر علم به دو کلاس تقسیم کردن، علوم طبیعی، علوم اجتماعی. علوم طبیعی رو علیحدہ مطالعه کردن، علوم اجتماعی رو من دوش یک جا ساختم. دیدم که در اصل علوم اجتماعی فلسفه قرار داره، در اصل علوم طبیعی ریاضی، هر جای ریاضی فلسفی جور کرد. چون در فلسفه هیچ وقت نقطه گذاشته نمیشه. یک آدم میگه شیر چه رنگ است؟ میگه سفید. میگه نه تباشیری است، میگه نه تخمی است، دیگه میگه نه کاغذی است. با یک سفید چند نوع سفید میگن. اما دو جمع دو چهار است. ریاضی که هست کائنات نبود، ریاضی بود و خود پروردگار بود. ریاضی تحت ایت شب ایت، یعنی تحت تاثیر زمان و مکان است. 5 میلیارد سال قبل دو جمع دو چهار بود، آل چهار است و 1000 میلیارد سال بعد هم چهار است. ولاد ریاضی فلسفه را یک جا ساخت، ریاضی فلسفی این را دانشمندان پذیرفتند. وقتی پذیرفتند بسیار مدال دادن. ما مدال قدر مدال دارم در افغانستان، هیچ وقت مدال نگرفتیم. هیچ وقت یک مدال تنها در زیسکو گرفتم کنم در غزنی که رساله من اول شد در 2013 غزنی پایتخت جهان اسلام شد. یک مدال طلا گرفتم دیگه از افغانستان مدال نگرفتم. و اگر گله کنم باز گله آدم نمیکنه. ما در 23 سال در افغانستان رتبه 9 بودیم. مردم افغانستان همیشه میگه که در جان دولت ها زده، حکومت ها زده. ما در 23 سال رتبه 9 بودیم. اگر دولت ها ما را دوست میداشت شما اول ما را رتبه میداد. ما در 23 سال رتبه 9 بودیم. ما خدایم که 23 سال رتبه نداده باشه. یک آدم دیگه میگه که والا صدیق اوغان اعتصاب کرده از حکومت پیسه میگرفت. وقتی که مزور باشم از حکومت پیسه بگیرم چون دیگه رتبه نگرفته نتونم. یک آدم دیگه میگه که قرار روسیه دکتر نجیب الله کرده. وقتی دکتر نجیب الله دیگه روسی ما میکرد جو که ما را یک دونه چوکی میدادم. ما هیچ وقت چوکی های دولتی نداشتیم. یک چوکی دولتی داشتم گرام در زمان بعد از بندیخانه امارت اسلامی افغانستان. طالبا که از بندیخانه که ما را کشیدن، بعد از ما را رئیس ریاضی فیزیک تکنیک اکادمی بلود ساختن و معین سرپرست اکادمی بلود افغانستان و همچنان قائم مقام خطیب بلود خشتی بودم. در زمان حکومت اول که به اجازه قرآن کریم درس دادم. دیگه ما کدام چوکی موکی در حکومت افغانستان دادم. فعلا دفترم در افغانستان است. خانه شان آباد، بایدقم در جایش هست، محترم در جایش هست. تشکیل ما 105 نفر بود در حکومت جمهوریت. هر سال 10 نفر چکم کردن. ولی من تشکیل یک تشکیل دارم که تنها 10 نفر من خدماتی دارم. دانشمندان هم کلی گرفته. تنها انقلاب یک نفری را خشونده بودیم. انقلاب کردن منم یک نفری. و ریاستی که یک نفر داره. یک محصول دیگه هیچ کس نیست. معاون ما بیچاره یک 20 کتاب نوشته کرده. استاد محسن هم یکر 20 کتاب نوشته کرده. او را کسی رتبه علمی داده در کادی بلو برگرد سال. مگم یک تیداد میسواده است که همین میاره خسرویر فلانی است. او را سر محقق محصول داده میشه. این گپ هاست که اگر گله کنم گله زیاد میشه خوی و همین گله نمی کنم از کسی. بله استاد، به عنوان آخرین پرسش اگر شما سوال کنیم که شما راه نجات افغانستان در چی میبینین؟
و اگر کوتا اشاره کنین از موقع تحقیق کردین در 50 سال تجربه مختلف را که داشتین. ما صلاحیت ابرسان هیچ وقت نداشتیم. بله. به طور مثال ملک زمین گرفتن، ما پادشاهی ما صلاحیت زمین نداشت که برای مردم زمین توزیع کنه. ما در کوچه چه در روزه خانه آباد کردیم. آب ما را مدیریت کرده نتونستیم. مادن خود فروخته نتونستیم. اولادای خود با سوا ساخته نتونستیم. بله. در پولی یک مرادخانی را جور کرده نتونستیم. بله. دیگه وقتی که نتونستیم کل ما کرونشین هستیم. اندال ما عدبایش ما کرونشین هستیم. کل ما تنبل برامدیم. ما کل ما کرونشین هستیم. اما دروازه را باز کنیم کلگی میره. غیر از ما. من نمیرم. به خاطر من نمیتونم رفته. به خاطر که ما در چیز که بالا پرتی پاوان مفته. چرا پاوان مفته؟ کوی جازبا داره. ما قصدار ملت خود هستم. ما از قصدار آدم گریختن غلط است. به خون از یا مسیدی قوان شدیم. به خون از ملت. یه ملت نا نیافته. ما تحصیل کردیم. مالیه پرداختن ما تحصیل کردیم. ما در خارج تحصیل کردیم. در داخل تحصیل کردیم. به خون ملت خود. ما قصدار ملت خود هستم. هر وقت پیسه پیدا کردم پشت خانه تخت غذا تخت ما قرضه کردم. ما قرض بازو وقت صلاحیت خودم میداشتم شو باز میرم. ما هیچ وقت صلاحیت خودم ندارم. ما چون صدیق افغان هستم نه صدیق منطقوی. در قدم تخلص خود منطقی میمونه سر منطقی خود فکر میکنه. فامیلی میمونه سر فامیل خود فکر میکنه. ما تخلص خود افغان ماندیم. سر افغانستان بزرگ خود فکر میکنیم. افغانستان وطن ما نیست. افغانستان خانه ما است. بله. وطن ما کل کره زمین است. دقیق. چون پنج برادرم پنج برادرم است. من فل ارض خلیفه هستم. پس کل انسان ها از ما برادرم است. نظر به اعمالش بازوی خداوند را زنده میتونه. بله افغان صاحب بسیار تشکر از وقتتان از لطفتان از این که گفتین سفرم دارین اما آمدین قصه کردین به گپ جمع گپ حاضر شدین و تمام موضوعات بسیار مهمه گفتین درباره زندگیتان درباره تحقیقاتتان درباره 50 سال تجربه و یا دیگه انشاءالله که دوستا مستفید شده باشن از جایی که ما رو بیننده هستن بسیار تشکر لطف کردین تشکر از شما تشکر از بیننده عزیز کدام کم کاسی داشته باشه آخر انسان هستم بنده هستم اشتباهات می داشته باشم خواهش می کنم ما اگر در طول تاریخ هر اشتباهی کردیم معذرت می خواهیم از کل مردم افغانستان ما جرأت دارم معذرت بخوایم فضل خدا ما را تشکر میکنم مرا دنات نشته میکنن که دکومنت ها دیوانه است نمیگن وطن فروش نمیگن جانی نمیگن خائن نمیگن زمین چور نمیگن به ناموس ما تجاوز کرد نمیگن شو خود این القابا رو برام نمیپرتن سابق اقوام میگفتن یه آدم کی جی بی یا سی ای او را نمیگن یک دیوانه میگن راست میگن اشارا کلش وقتی دروازه باز شد کلگی میره هم یک دیوانه در افغانستان در کنار مردم افغانستان خواهد ماند او صدیق افغان چون به می خاطر وقتی که من یک در آخر یک جمله دیگه بر مهاجرین میگم این جمله را از من پشتوان کردن در یک کنفرانس بین المللی که مردم افغانستان تیاره امریکا خودش کشال کرد تو چی نظر میتی؟ من گفتم مردم افغانستان در تیاره خودش کشال نکرده مردم افغانستان شد در دامن تیاره امریکا که بیا بدره صحابی تبیت باز نست پیشاو بگرست یک تیاز افغان ها سر من انتقاد کردن که چرا ایگه پزید گفتم من از خاطر آبرو عزت خود گفتم نه افغان ها امریکا جان مرا بکش من به عزت ماجرین یک گپ زدم میگه دروغ به مسلط خوب چرا من یک حرف گفتم که افغان ها دم تیاره امریکا را گرفتن که بیادر بیا که صحابی تبیت باز بگروز این را گفتن افغان ها در تیاره خود کشال کردن افتن نخیر افغان ها هیچ وقت در تیاره امریکا خود کشال نمیکنن افغان ها غرور دارن افغان ها شورهی بسیار چیز داده بود چونه اما غرور خود نفروختن تیل قدر برشان برد افغان ها هیچ وقت لذت خود به خاطر لذت نفروختن افغان ها مردم با ناموس هم مردم با دین مردم با شرف هستن فخر میکنم که من اولاد افغانستان هستم من نوکر افغانستان هستم من عسکر مردم افغانستان هستم تشکر خداحافظ بله بسیار تشکر از افغان صاحب افتخار شدن کف بزنین از تمام لطف و مهربانیتان تشکر همیشه موفق و صحتمند باشین دوستان بریم به وقفه بعد از وقفه ادامه برنامه گپ جمع گپ فراموش نکنید گپ جمع گپ بله دوستان عزیز بسیار تشکر از اینکه ما را همراه بودین فقط سابسکرایب کنین چنل کامنت نشسته کنین ویدیو را با دیگر دوستاتون شریک کنین لایک کنین و بعض موارد مشخصی که شما در صحبت های افغان صاحب بسیار خوشتان آمد میتونید در کامنت نشته کنین که چی چیزها را شما را خوشتان آمد دیگه هفته خوب و خوش به همکاران میخواییم انشالله که بخیر سلامت باشی و شما همچنان این طرف شما همچنان در رقم میز ما پانگ پیدا کرد این طرف یک ذره صبح تر شد این طرف
گرانگتر شد چه نوباید نیست دیگه انشاءالله که هفته آینده خواهد بودن. رخصتی تا سال نو شروع میشه و کلگی در این چیزا مصروف میشه و مکاتب رخصت میشه دیگه یک میله و یک جشن برای کسایی هست که برگزارش میکنن و این طرف رخصتی است مگر در افغانستان زمستان دیگه شروع شد سخت‌تر اونجا رخصتی میشه دیگه مکاتب نو رخصت داره است. بله بله راستی حفیظ جان یکی از دوستا گفته بود متنای ما که وقتی که میگن زنده باد افغانستان ژوندای دی افغانستان باز چرا میزبکیش نه میگین یشسن یشسن افغانستان عمرو می گفته بود بگین خیر افتم باش یاد میکنم تشکر از اینکه دوستان ما را همراه بودین موفق کامگار باشین همدلی از همزبانی بهتر است تل دیو افغانستان زنده باد افغانستان یشسن افغانستان نیرو از خاطر خود دوست خدای پامان خوشی و لبخند با HM Production این برنامه با سپانسر و حمایت مالی پاپی بینک Your Trusted Bank برای شما تقدیم گردید. عزیزای دل هموطنای گل بسیار تشکر از اینکه این برنامه را تماشا کردین. ما برای شما عزیزا دو ویدیو و دو برنامه دیگر را پیشنهاد میکنم. یکی ای و یکی هم ای. شما میتونین که ایران ببینین با خانواده عزیزتان و روسیاتان نره که سابسکرایب کنین چنل اگه نکردین. حمایت شما همی است. لایک کنین، کامنت کنین و ویدیو را با تمام عزیزای دیگه‌تان شریک کنید.